بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و دقایقی رو که امروز با شما هستیم اوقات بهتری در انتظارتون باشه. الوعد وفا، بعد از مدتها، بعد از هفته ها، جلسه دوم برنامه آقای احمد علی مسعود انصاری رو با شما به اصطلاح امروز اجرا میکنیم. سال جدید رو به ایشون تبریک میگم، امیدوارم سالی بهتر از سالهای پیش باشه. از اینکه در برنامه ما هستن ممنون و متشکر، تشکر میکنم. این دو برنامه رو یکی از دوستان بیننده حمایت کرده و اگر شما هم مایل هستید برنامه هایی رو حمایت کنید و آقای انصاری یا دیگران بیان درباره خاطراتشون صحبت کنن، به قول معروف خبر از شما، خدمت از ما. آقای انصاری سلام میکنم به شما و تشکر که با ما هستید. میدونم مدت ها حال شما خوب نبود، بعد حال من بد شد و امروز خوشحالم که بالاخره با آمدن بهار هر دو سالم هستیم، با شما هستیم تا درباره سفر شما حقیقتا یا اون زمانی که با شاه خارج از ایران بودید برای من و دوستان بیننده توضیح بدید. سوالاتی درباره آقای رضا قطبی، درباره دیگر مسائل بوده که امیدوارم اگر بتونید به اونها هم اشاره‌ای بفرمایید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید، با شما هستیم. منم از شما تشکر میکنم، خدا رو شکر میکنم و از شما ممنون هستم. سال رو، سال نو رو خدمت تمام هموطنان و تمام اونهایی که این عید رو جشن میگیرن تبریک عرض میکنم و این برنامه رو به نام خدا شروع میکنم، به نام خدایی که یکیست و به غیر از او خدایی نیست و هر چه که هست از اوست و بازگشت ما، همه ما به سوی اوست و همه چیز در احاطه قدرت اوست. من این برنامه رو با دو، قبل از اینکه شروع بکنم به اصل برنامه، سه چهار مطلب بود که به من دوستان فرموده بودن که فکر کردم این رو خدمتون عرض بکنم. اول از همه من با جناب الیاسی، جناب آقای محمود الیاسی صحبت کردم در مورد برنامه گذشته و مطالبی رو ایشون تذکر داد که من باید درست بکنم. یکی از اونها این بود که شاه دو نفر رو با خودش داشت، یکی آقای شریفی و یکی آقای بگلو، که آقای شریفی فوت میکنه، به جای آقای شریفی آقای پورشجاع که اون وقتا کار فرخانون رو انجام میداد رو پیش شاه میبرن. بعد خود شاه آقای الیاسی رو انتخاب میکنه که کارهای ورزشی و خصوصی ایشون رو انجام بده و بعد از اون هم آقای بگلو میره. این داستان اینطوری بوده، در صورتی که دفعه پیش من به اشتباه گفتم که آقای بگلو فوت میکنه و ایشون میاد. مسئله دومی که باید حتما تصحیح بکنیم و این اتفاقا به آقای چمنارا هم چون روی این مسئله تاکید داشتن که ما حقیقت رو پیدا کنیم و حقیقت پیدا شد، مسئله نخست وزیری جناب صدیقی است که وقتی جناب صدیقی پیش شاه میاد و از او میخواد که در ایران بمونه، مثلا در کیش بمونه ولی در ایران بمونه و نره، شاه قبول میکنه و حتی به آقای الیاسی و بقیه دستور میده که مقدمات سفر ایشون به کیش رو آماده بکنن. در زمانی که اینها داشتن اساس می‌بستن و لباس جمع می‌کردند و هواپیمای 330 رو آماده می‌کردند، فرخانوم آگاه میشه از این تصمیم شاه و پیش شاه میره و عقیده شاه رو میزنه و شاه تصمیم میره که از ایران بره، که بعد فرخانوم خودش بخواسته در ایران بمونه که شاه اجازه نمیده. حالا انشالله یه روزی اگر خدا خواست یه برنامه کامل در مورد نقش فرخانوم در انقلاب ایران و تمام این نکات با هم، باید البته نه اینکه همه مشکلات رو ایشون انجام داده ولی ایشون نقش اساسی در سقوط نظام شاهنشاهی داشت و این رو باید در تاریخ درست روشن بشه، نه اینکه ازش همینجوری بگذاریم. مطلب دیگری که دوستان به من تذکر داده بودن این بود که شما همه چیز رو نمیدونید. من این چیزها رو در ضمن نوشتم و نمیخوام که یادم بره، بعضی وقتا اینا رو دونه دونه نگاه میکنم بعد خدمتتون عرض میکنم. دوستان به من میگفتن تو همه چیز رو نمیدونی. حتما من همه چیز رو نمیدونم.
من یه چیزایی رو خودم دیدم و از نزدیک شنیدم، یعنی از اونایی که فکر بهشون مثل آقای الیاسی اطمینان دارم میشنوم، و مثل خود تیمسار و ویسی، مثل آقای معینیان، مثل خود شاه، چیزایی که از نزدیک خودم دیدم، اینا رو همه رو برای شما عرض میکنم. این قسمتی از کل مسئله هم. اینها رو همه رو باید با هم جمع کرد و به حقیقت نزدیکتر شد. و همون جوری که من بارها در همه برنامه ها عرض کردم، حضرت عیسی میفرماید که حقیقت رو پیدا کنید و حقیقت شما رو آزاد میکنه، و ما میخوایم به حقیقت نزدیکتر بشیم. حالا تا تمام این صحبت ها رو هم که میکنیم ممکن است که به حقیقت اونطوری که باید نزدیک نشیم، ولی باید سعی خودمون رو بکنیم لااقل اونی که میدونیم رو بگیم. بعد قسمت دوباره دوستانی بودن که صحبت نمک و نمکدون رو کردن، که من همون جوری که باز عرض کردم بازم عرض میکنم که من فقط یک نمک میشناسم، اون هم نمک خداونده. من فقط یک نمکدون میشناسم، اون هم نمکدون خداونده. و خدا از ما میخواد که در راه حق و بر علیه ظلم بجنگیم، و اگر غیر از این بکنیم ما نمک خوردیم و نمکدون رو شکستیم. و اونها حمله کردن، دروغ میگن، ما وظیفه داریم دفاع کنیم و راست بگیم. مسئله دیگری که باز پیش آمد این بود که عده‌ای به من ایراد میگرفتن که شما چرا آیات قرآن رو میخونید، و عده‌ای هستن که همین کارا رو میکنن و سر مردم رو کلاه میذارن. حالا ما نه اینکه همه این کار رو میکنن، ولی ممکنه عده‌ای باشن. حالا آیات قرآن رو خداوند برای این فرستاده که ما رو به راه راست هدایت کنه. حالا چون عده‌ای میان و با تفسیر غلط، با دروغ، با حق بازی مرد سوء استفاده میکنن از این آیات، این دلیل نمیشه که ما استفاده درست رو از این کار نکنیم. بعد هدف من در زندگی اینه که مردم رو به خدا نزدیک کنم، خودم رو به خدا نزدیک کنم. ما هر چقدر به خدا نزدیکتر بشیم مسائلمون حل میشه، مسائلمون بهتر خواهد شد. و برای مخلوق جز خالق او هیچ وجودی نیست. حالا من چون در قرآن هر وقت که میخونیم باید بگیم که خدایا پناه به تو میبرم از شر وسوسه های شیطان مردود، حالا منم اینا عرض میکنم اینجا، میگم خدایا پناه به تو میبرم از شر وسوسه های شیطان مردود. خداوند به حضرت موسی قبل از اینکه حضرت وقتی که قوم یهود میرفتن به سرزمین موعود و حضرت موسی رو خداوند قدغن فرمود که بره، بهش فرمود که بندگان من خوشبختی رو فقط در من پیدا خواهند کرد. در انجیل، حالا اینه دیگه باید بخونم چون نمیتونم که حفظ نیستم، در انجیل به روایت متا فصل ششم روایات 31 تا 33 از قول حضرت عیسی صلی الله علیه و آله و سلم میگوید، حضرت موسی هم صلی الله علیه و آله و سلم هم، پس نگران نباشید و مگویید چه بخوریم و یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم. تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش میکنند، اما خداوند میداند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید، آن وقت همه چیز به شما داده خواهد شد. خداوند در سوره زمر آیه 10 میفرماید، ای رسول ما بگو به امت، ای بندگانی که به خدا ایمان آورده اید، خدا ترس و پرهیزگار باشید، که هر کس در دنیا متقی و نیکوکار است، در دنیا هم نصیبش نیکویی و خوشی است، و زمین خدا بسیار پهناور است، که خدا صابران را به حد کامل و بدون حساب پاداش خواهد داد. پس اگر ما خیر خودمون رو بخوایم باید به خدا نزدیک بشیم، و این هدف اول برای من، میخوام این کارو برای خودم بکنم و بر بعدم برای همه و همه اونهایی رو که دوستشون دارم. حالا میرم سر به طور خلاصه و قسمتی از مطالبی رو که من با شاه در خارج از ایران تجربه کردم. چون دفعه پیش ما صحبت کردیم از این که چرا شاه رفت، حالا که شاه، من تجربه‌ای که خودم شخصا با شاه داشتم رو خدمتتون عرض میکنم. من وقتی به مراکش رسیدم نظام شاهنشاهی سقوط کرده بود، و بعد من هیچ وقت یادم نمیره که من وقتی که رفتم و شاه رو در کاخ ملک حسن در مراکش دیدم، ایشون از خجالت صورتش سرخ بود و یه دفعه سرش رو که پایین انداخته بود به من گفت، تو هم که همیشه پیش شریعت مداری میرفتی. این اولین جمله شاه به من بعد از بیرون رفتم بود.
بعد ما روزا با شاه میرفتیم و ایشون در همون کاخ ملک حسن بعضی وقتا مثلا سعی میکردن گلف یاد بگیرن یا گلف بازی کنن. آقای احمد اویسی هم اون وقت اونجا بود و او همیشه دائم به من میگفت که انقلابیون ایران باید مجسمه فراخانوم از طلا بساز. روحی شاه هم بسیار خراب بود. بعد یه اولین اختلافی که من دیدم بین شاه و فرح در خارج سر این بود که فرح خانوم 3.5 میلیون دلار به حسین امیر صادقی که پسر راننده شاه بود میده که آقای فریدون جوادی و آقای رضا قطبی رو از ایران بیرون بیارن، چون اینا مونده بودن و شاه فکر میکرد که این پول بسیار زیادیه و نباید این کار رو بکنن و سرش بدجوری دعوا شد بین فرح و شاه. قسمت بعدی که شب قبل از این که بعد از این که ملک حسن عذر شاه رو خواست و ایشون البته هواپیما خودش هم در اختیار شاه گذاشت که به باهاماس شاه بره، فرح خانوم اومد و از من تمام اطلاعات منو گرفت و آدرس منو گرفت و من اون شب نفهمیدم این برای چیه، ولی بعدها که با آقای رضا پهلوی آشنا شدم، یعنی آشنا که بود باهاشون شروع کردم به کار و تمام اسناد و اینا رو دیدم، دیدم که در وصیت‌نامه شاه فرح خانوم اون شب به وکلا دستور میده که اسم منو بنویسن و بگن که اگر اتفاقی برای ایشون افتاد تمام اموال رو به من بدن و که من اونجوری که دلم میخواد بین فامیل و دوستانشون تقسیم کنم. بعد در باهاماز من به شاه رو دیدم، باز روحیه شاه بسیار خراب بود. اتفاقاتی که در باهاماز افتاد، شاه هر وقت که منو میدید و ما دوتایی تنها بودیم من رو میذاشت گوشه دیوار یا حتی بغل دیوار و میگفت که چرا با من این کارو کردید، من که انقدر زحمت کشیدم، من که انقدر مدرسه ساختم، من که انقدر کارخونه ساختم، من که ارتش رو درست کردم، من که اقتصاد رو درست کردم، من که این همه سعی کردم که ملت وضع مالی بهتری پیدا کنه، وضع اجتماعی بهتری پیدا کنه، از نظر تحصیلات بالاتر بره، چرا این کارو با من کرد؟ از اینی که فرح خانم برمیگرده در چیزو میگد که شاه شکایت نمیکرد، این درست نیست، چون به من که خیلی شکایت کرد. بعد مطلب دیگری که باز قابل ذکره اینه که ایشون فکر میکرد که این مسئله ایران رو کمپانیای نفتی انجام دادن و اینها میخواستن که قیمت نفت بالا بره برای اینکه بتونن سرمایه گذاری های خیلی بالایی رو انجام بدن و برای همین قیمت نفت باید بالاتر میره و اینها باید یک کشوری رو فدا میکردن و این قرعه به نام ایران خورد. کی فکر میکرد؟ شاه یا فرح؟ نه شاه. بله. شاه خیلی هم مفصل روش بحث میکرد، یعنی با چی میگم، با ذکر خیلی مطالب مختلف. با بعد ایشون کار دیگری که در باهاماس پیش آمد این بود که سعی در پیدا کردن جای بعدی بود، چون باید از اونجا میرفتن و خب آقای اردشیر زاهدی در این قسمت به نظر من خیلی کمک کرد تا اونجایی که یادم میاد. مطلب بعدی که پیش آمد یه دفعه از ایران به ما خبر دادن که عکسای حالا ما میگیم لخت کنار دریا با مایو فامیل رو همین دوستان لس آنجلسی ما که حالا من اسما رو از نمیبرم، روزنامه نگاران عزیز که اون موقع امروز همه سلطنت طلب هشت آتشه هستن و همه اون موقع طرفدار انقلاب بودن، عکسای خانواده رو دارن، عکسای با مایه و خصوصی خانواده رو در روزنامه هاشون چاپ میکنن، که من از همونجا زنگ زدم به آقای شریعت مداری، آیت الله شریعت مداری، و به ایشون گفتم که اینه اسلام و ایشون دستور داد و پیگیری کرد و جلوی این کار گرفته شد. بعد ایشون رفتن مکزیک و من هم رفتم مکزیک، ایشون رو دیدم. روحیه شاه خیلی بهتر بود و در اونجا شروع کردم به نوشتن کتاب پاسخ به تاریخ به فرانسوی و آقای نهاوندی و آقای دکتر نصر هم آمدن که این کتاب رو از فرانسوی به فارسی و انگلیسی ترجمه کنن. بعد همونجا من دیدم که الان روحیه شاه بهتره، به ایشون گفتم که من اول فکر میکردم خب مردم ایران ما رو نمیخوان، خب ما رفتیم. بعد با کارهایی که در ایران شد و با کشتار و کارهایی که با هیچ کدومش با اسلام از دید من اصلا نمیخوند، من تصمیم گرفتم که باید بریم و جلوی ظلم رو بگیریم. و من به شاه گفتم که شما که مملکت رو تحویل دادی، ولی من میخوام برم بجنگم و مملکت رو پس بگیرم و اگر شما هستی با من که فبه ها، اگر نیستی که من برم.
و ایشون به من گفت نه احمد تو وایس و من با تو وای میستم، ما باید یه شورا درست کنیم که این شورا تشکیل میشه از آقای بختیار، از آقای هوشنگ انصاری، از تیمسار اویسی، تیمسار پالیزبان، دو افسر جوان. و چون اون موقع آقای نهاوندی و دکتر نصرم اونجا بودن، ایشون گفت اینها رو هم بذاریم جزوه لیست و خیلی هم تاکید کردن که این شورا باید کاملا سری باشه. من آمدم به از اونجا من آمدم به آمریکا که با تیمسار اویسی و آقای انصاری ملاقات بکنم، چون ایشون در این هر دو در نیویورک بودن. من تیمسار اویسی رو دیدم، ایشون در حال خیلی از نظر مالی واقعا هیچی نداشت و در چیز زندگی میکرد، در آپارتمانی هم مثل این که برادرزاده خودش، و ایشون گفت من همه جور حاضرم و حاضرم همه کار بکنم، ولی علازت باید 40 میلیون دلار به ما بدن. بعد پیش آقای هوشنگ انصاری رفتم، ایشون گفت دو تا مطلب رو باید بهش تکیه کنیم اگه بتونیم، یکی این که حتما ما باید با آمریکایی‌ها کار کنیم چون بدون اون نمیشه، دوم این که ایشون اصرار داشت که آقای آموزگار هم، جمشید آموزگار رو هم وارد این شورا بکنه. من در راه بازگشت از نیویورک آمدم به واشنگتن، آقای جمشید آموزگار رو دیدم و ایشون خیلی دلخور بود، گفت با این نوع رفتاری که با من شده من اصلا علاقه ای ندارم که دوباره وارد سیاست بشم. و بعد من اونجا از ایشون در ضمن سوال کردم که آقا چرا این 500 خورده میلیون تومان رو که به علما میدادن در زمان شاه شما قطع کردید؟ که ایشون گفت نه من این کار رو نکردم و این کارها اصلا در احاطه کاری ما نبود. من برگشتم به مکزیک و با شاه صحبت کردم، مسائل رو برایشون تعریف کردم، ایشون گفت من که 40 میلیون ندارم. گفتم خیلی خوب، پس ما میریم به من میرم پیش ملک حسین و از طریق ملک حسین ما سعی میکنیم که این پول رو از سعودی ها بگیریم. بعد من رفتم به پاریس، آقای بختیار رو دیدم، همین دوست عزیز ما جناب عقیلی پور من رو بردن پیش آقای بختیار. و آقای بختیار وقتی من صحبت رو کردم، صحبت شورارم کردم، ایشون خیلی محکم گفت به اعلیحضرت بگید که ایشون برن استراحتشون رو بکنن و در کارهای سیاسی دخالت نکنن. این گروهی هم که شما تعیین کردید همه دزدن، تنها تیمسار اویسی رو قبول داره و تیمسار اویسی هم باید بیاد از ایشون دستور بگیره. من به ایشون گفتم که خب پس این دموکراسی که شما این همه سال براش سینه زدید و اینا چطور شد؟ ولی در صد به آخر کار به اینجا در بحثمون کشید که ایشون حاضر به آمدن به این چیز نیست، شورا نیست. و در ضمن تنها چیزی که قرار شد این بود که من رابطه بین ایشون و شاه باشم. این همون داخل همون سیاه‌افروزی بود که ایشون نخست وزیر بود، بله؟ نه نه، این وقتی است که ایشون فرار کرده و آمده به پاریس. بعد از انقلاب کلا. بله من گفتم اینا همه مال بعد از این. من وقتی شاه رو در مراکش دیدم نظام شاهنشاهی سقوط کرده بود. بله. بعد من برگشتم به مکزیک که در اون آخرین تولد شاه شرکت کردم که عکسش هم گذاشتیم دفعه پیش در روی صفحه که داشتیم. و آقای بختیار زنگ میزنه به فراخانوم و اونطوری که فراخانوم میگه خیلی از من پیش ایشون تعریف میکنه و میگه من فکر نمیکردم همچین آدمایی در دربار باشن، چون اینو من تجربه خوبی برای خودم میدونستم ذکر کرد. من از اونجا رفتم به اردن پیش ملک حسین. ملک حسین که منو دید منو بغل کرد، گفت احمد من قبل همونجوری که میدونی در طول انقلاب به ایران اومدم، همون ماهای مثلا آبان، مهر آبان، و به شاه گفتم که آقا بیا بریم تو مردم، منم باهات میام، بریم تو مردم ببینیم مردم چی میخوان، مردم چی میگن و مسائل حل میشه. و چند روز منتظر جواب شدم، کسی به من اعتنا نکرد، من ترک کردم ایران رو. ولی امروز من حاضرم حتی کتم رو بفروشم و هر چه که میشه تهیه بکنم و به کار شما کمک کنم. یعنی حقیقتاً ایشون یه حالت قهر کرد وقتی که رفت از ایران، بله؟ بله، نه بهش اعتنا نکردن دیگه، گفت به من چون اعتنا نکردن بودن من اونجا ضرری، قهر نکرد ولی ضرری چی میگن استفاده ای نداره، من فقط منتظرم و هیچ کسی به من جوابی نمیده. بسیار. و خودسو ایشون هم باید یه مملکت رو اداره میکرد دیگه، نمیتونه یه کجا بشین مملکت خودش رو. بعد ایشون به من گفت که من فردا پیش سعودی‌ها میرم و حتما مطرح میکنم.
بعد من اومدم به پاریس. در پاریس که وارد شدم، خانم آزاده شفیق از دوستان بچگی من بود، ما با هم دوست بودیم. ایشون منو دید، گفت که من دلم مادرم از من خواسته که شما بیایید و ایشون رو ببینید، یعنی شاهدخت اشرف پهلوی. و همون موقع اتفاقا شهریارم از ایران بیرون آمده بود، شهریار شفیق، و یه عصایی هم دستش بود. با هم رفتیم پیش خونه شاهدخت اشرف. با اونجا که بودم، ایشون یخ منو گرفت که قضیه چیه و اینا، و بعدم من دیدم که همه چیزو میدونن. اصلا این شورایی که قرار بود سری باشه، سری بودنی دیگه در کار نیست. حالا من چند تا صحبت دیگه هم شد در مگزی که فکر کردم اینا رو هم براتون بگم. یکی از صحبتایی که کردم و هفته پیشم براتون عرض کردم این بود که از شاه پرسیدم که چرا از ایران رفتید، که ایشون گفت که اگه من بودم منو میکشتن، و چون من هفته پیش راجع به صحبت کردم دوباره نمیگه. بعد من با آقای اردشیر زاهدی بارها با شاه بحث میکردیم که آقا گرفتن کمیسیون برای شاه درست نیست و این کار غلطه، و ایشون قبول نمیکرد. حالا این چون به بعد چیز پیدا میکنه این رو هم بود. درست نیست از نظر شما، از نظر مذهبی درست نبوده یا از نظر اداری؟ نه اصلا از نظر قانونی. بله قانون. بعد که شاه که تاجر نیست که کمیسیون بگیره، ولی ایشون فکر میکرد که میتونه بگیره. و روش هم بحث میکردیم، و اتفاقا آقای اردشیر زاهدی خیلی روی این مسئله تاکید میکرد. مسئله دیگری که پیش آمد و اونو تکرار میکنم، مسئله ای بود که من همون جوری که گفتم بارها در ایران که بودیم منو به عنوان مؤمن آل فرعون میشناختن، و اتفاقا یاد اون کارت پستالم افتادم که فراخانوم فرستاده بود، بعدم پیدا کرد که برای شما فرستادم. بله روی صفحه فیسبوک هست، دوستان میتونید نگاه کنید که خانم فرح دیبا پهلوی از استرالیا براتون فرستاده بود که گفته من این مرغا رو مسلمان کردم، ما به یاد احمد این مرغا رو مسلمان کردیم و رفتیم. منظور شتر مرغای اونجا توی بله. حالا اینم یه دفعه من مثلا دو سه هفته پیش یه دفعه دیدم بعد از سال. در صورت بعد شاه که منو میدید به من میگفتش که احمد تو میدونی که من به خدا ایمان دارم، ولی اگر خدا میخواست فلان کارو بکنه چرا اینجوری میگه؟ منم دائم به ایشون میگفتم آقا نکنید، خدا خوشش نمیاد، این کار حرامه، این کار درست نیست. بعد همه منو مسخره میکردن، 40 نفر که اون دور شاه بودن منو مسخره میکردن میخندید. بعد وقتی که ما آمدیم به مکزیک در کیورناواکا، من سر اتاق سر میز شاه نشسته بود، منم بغلش، یه دفعه آقای رضا پهلوی وارد شد، خواست با خدا شوخی کنه، که شاه رفت تو شکمش، گفت با هر کی شوخی میکنی با خدا شوخی نکن، ببین چطور میشه. و برای من این که سالها این رو گفته بودم و همه به من خندیده بودن، این درس بزرگی بود. بعد مسئله دیگری هم که پیش آمد که البته از دهنم در رفت، یعنی من میخواستم چیزی بگم ولی نه اینی که گفتم، و خیلی اون وقت اونجا سرصدا کرد، این بود که یه روزی ما در نهار نشسته بودم با فرح خانوم، شاه، آقای نهاوندی و آقای دکتر نصر. یه دفعه شاه از من پرسید که احمد در مورد انور سادات در ایران چی فکر میکنن؟ که من همینطوری برگشتم گفتم که بعد از شما منفورترین آدم در ایران ساداته، که دیدم فرخانوم و اینا میخندن. آیه این فرخانوم حتی این دستمال چیز رو سفره رو دست کشیده بود به دهنش که جلوی خندش رو بگیره، ولی قشقش میخندید. و آقای نصر و نهاوندی هم میخندن. شاه هم قرمز شد ولی چیزی به ما نگفت. مطلب دیگری که باز قابل عرضه راجع به آقای فردوست هست، که اون موقع ها شروع کرده بودن و میگفتن که آقای فردوست خیانت کرد، و هر وقت شاه در مورد فردوست راجع با من صحبت میگرد میگفت این فردوست که میگن خیانت کرده، یعنی ایشون نمیتونست قبول کنه که فردوست خیانت کرد. بعد ما راجع به این که چرا انقلاب شد با شاه صحبت میکردم، و ایشون همیشه میگفت که مقدر بود، که البته این مسئله حتی یه برنامه میخواد راجع به این صحبت کنیم، چون درصد خلقت خداوند و تقدیر یه چیز زنده است و ما هم یه نقشی داریم درش. بعد صحبت بعدی که باز اونجا شد سر همین دعوایی که بود که با شاه، و جلو من چندین بار دعوا شد، بعضی وقتا هم خانوم لوسا پیرنیان بود، دکتر لوسا پیرنیان، در مورد صدای انقلاب شما رو شنیدم، نطق صدای انقلاب شما رو شنیدم، که شاه دائم میگفت که این بزرگترین اشتباه دوران سیاسی من بود
و چرا این کار رو با من کردید؟ و بعد هم یعنی خیلی ناراحت بود و در حقیقت این صدای انقلاب شما رو شنیدم و ابهت شاه رو از بین برد و طرفداران آقای خمینی اسم امام رو ایشون گذاشتن که من وقتی که میگفتم خب ایشون که ما 12 امام داریم قضیه چی شد، میگفتن امام یعنی رهبر، ولی خب اکثر مردم اینطور نگاه نمیکردن. یا یه دفعه حالا خدای خمینی کرد، من این کار نکرده، ولی اونایی که براشون تبلیغ میکردن ریشه ایشون رو در قرآن گذاشتن، عکسشون رو تو ماه دیدن، اسم امام روشون گذاشتن، در صورتی که رئیس تبلیغات ما آقای قطبی یه نطق دست شاه داد که ما فاسد بودیم، ما ظالم بودیم، ما بد بودیم، ما غلط کردیم، اصلا خیلی بده. حالا در صورت ابهت شاه رو از بین برد. حالا ما بیم سراغ آمریکا. بعد از اون ما آمدم آمریکا، آقای هوشنگ انصاری من رو دید و گفت که ما 3 شرط گذاشتیم که اگه این 3 شرط رو اعلی حضرت قبول بکنن، ما حاضرین، من و دوستانم حاضرین 5 میلیون دلار بذاریم که این کار اپوزیسیون ایران شروع بشه و اگه تو میتونی برو شاه رو متقاعد کن. یکی این که خاندان پهلوی دیگه دخالتی نکنن در کارهای سیاسی، چون وقتی که مثلا این شاه دو اشرف یا فرخونوم ما یا هر کس دیگه یا کاری میکنه، اونا فکر میکنن که شاه داره میکنه و این نظم رو از بین میبره. دوم این که شهریار شفیق کاراشو از طریق ما بکنه و تنهایی کار نکنه و خودسری کار نکنه. و سوم این که همه برن زیر چتر تیم ساروویسی و تیم ساروویسی بشه رئیس کل این مبارزه با جمهوری اسلامی. من پیش شاه رفتم، ایشون در نیویورک روی تخت خوابیده بود، گزارش کار ملک حسین رو دادم، بعدم پیشنهاد های انصاری رو مطرح کردم، بعدم گفتم که این شورا لو رفته، در نتیجه دیگه اصلا خب شورا دیگه مطرح نیست. شاه به من گفت احمد اینا بهانه میارن، بذار همه گروه ها کار خودشونو بکنن، هر کسی که جلوتر رفت شما از ما از او حمایت بکنید. و من میگفتم نه، اینقدر اصرار کردم، من فکر میکنم 20 دقیقه اصرار کردم و اینا رو هم 99% شاید ضبط کرده باشن یه جایی باشه، دوستانی که من فکر نمیکنم اتاق شاه رو ضبط نمیکردن. در صورت اصرار کردم و ایشون قبول کرد و گفت تو برو باش به فرح و اشرف هم بگو که دیگه در سیاست دخالت نکنه. من پیش فرح خانوم رفتم، ایشون گفت با تمام فوشایی که به من میده من حتما دیگه دخالت نمیکنم. رفتم پیش شاه دخ اشرف و اول صحبت شهریار رو کردم که ایشون برگشت گفت احمد آره من میخوام، اصلا خودم تو فکر بودم، من میخوام شهریار رو بردارم و شهرام رو جاش بذارم که من اونجا جا خوردم، چون شهریار انسانی بود بسیار پاک، بسیار از خود گذشته و وطن دوست، و شهرام اصلا از اون ور بود اوزاش و آدمی بود که اصلا خوشنام نبود. و بعد ایشون هم گفت من جان مال زندگی هر چی دارم میدم، همه کار برای برادرم و فقط هم برای برادرم میکنم و حتما هم دخالت نمیکنم. ما اومدیم پیش تیم ساروویسی و آقای انصاری گفتیم خب ما ماموریتمون رو انجام دادیم. و ولی 2 روز بعد تیم ساروویسی هی به من زنگ زد که الان شاه دخ اشرف رفته به پاریس و میگه که من حتما باید برم، الانم آمریکایی‌ها رو در ایران گروگان گرفتن و رفتن من خوبیت نداره و ممکنه که مشکل ایجاد بکنه. من با آقای کامبیز آتابای و آقای تیم ساروویسی رفتیم به دفتر خانم شاه دخت اشرف پهلوی در بیکمن پلیس در نیویورک و از اونجا من زنگ زدم به ایشون گفتم که والا حضرت مگه قرار نبود شما در سیاست دخالت نکنید؟ گفتش که احمد جون من اومدم اینجا که از عربا پول بگیرم. گفتم خب اون کارو که ما داریم از طریق ملک حسین از طریق سعودی ها میکنیم. و ایشون برگشت گفت احمد اگه ما پول گرفتیم منو فراموش نکنید و من خیلی پول خرج کردم. که خب این برای منی که اون وقت 30 سال از سنم میگذشت خیلی هضمش سنگین بود. مطلب دیگری که باز در نیویورک پیش آمد این بود که این زمان آقای دکتر گنجی هم خودشو به نیویورک رسونده بود و یه روز فرح خانم به من گفت بیا بریم منزل خانم لیلی امیرارجمند در لانگ آیلند، که ما رفتیم اونجا و دکتر گنجی رو دیدیم
و حالا من یه دوستی رو میخوام اینجا مطرح بکنم به نام آقای دکتر حبیب ممیز و آقای سیروس الهی که اینا کمک کردن به دکتر گنجی که از ایران خارج بشه. این آقای الهی همون بود که کشته شد نه؟ بله، که بعد به درفش کاویانی پیوستن. هر دوی اینها به درفش کاویانی پیوستن در پاریس و سیروس الهی در پاریس کشته شد و هر دو اینها از همون... دانشگاه ملی بودن. بله، درفش کاویانی همون به اصطلاح جنبشی بود که CIA بهشون پول میداد، رادیو هم داشت، در حدود 140 هزار دلار در ماه میدادن که برن ایرانو بگیرن یا چیزای دیگه. حالا نمیخوام وارد، چون مطلب دیگریست، ولی در ضمن این آیه مثلا حبیب ممیز که دوست ما بود از خیلی شاه رو دوست داشت همیشه و من ایران میدیدم همیشه میان و هر کی که کمونیست و ضد شاه رو دربار جمع میکنم این گروه فراخانون میبره پیش شاه، ولی از اینایی که طرفدار شاه هستن اصلا کسی بهشون اعتنا نمیکنه. و من این مطلب رو از قبل از انقلاب روی مطرح میکردم تا آخر وقتی که نظام سقوط کرد و شاه آمد نیویورک، بعد دیگه وقت گرفتیم برای آقای حبیب ممیز که رفت و شاه رو در بیمارستان نیویورک دید و در اونجا اتفاقا شاه از او سوال کرد که خب چرا انقلاب شد و ایشون گفته بود و چرا شماها که طرفدار من هستید کاری نگردید. و اینطوری که من حالا یادم هست مثل اینکه به آقای دکتر ممیز و ایشون گفته بود که خب ما شما رو رهبر خودمون میدونستیم و منتظر بودیم که شما به ما خط بدید که ندادید دیگه. این آقای دکتر ممیز چه کاره بود، چه سمتی داشت توی ایشون؟ قربان، دانشگاه ملی درس میداد، با ما همکار بود. آها، استاد دانشگاه. بله، و ایشون استاد دانشگاه. حالا داستاناش خیلی زیاده، من اتفاقا یه روزی میتونم یک داستان خیلی زیادی رو از این چیز خودمون خارج میشیم، ولی دو تا چیزی که مثلا به برنامه امروز ما مربوط میشه، یکی اینکه اولین کسی که به من گفت بعد از انقلاب، صدای انقلاب شما رو شنیدم در ایران وقتی که پخش شد، من با دکتر ممیز بودم و گفت، او به من گفت که ابهت شاه رو شکست، شاه تموم شد. و یه چیز دیگه که حالا بعدن حالا بهش میرسیم، وقتی بود که آقای کارتر میخواست شاه رو پس بده از پاناما و حبیب به من، میگیم حبیب آقای دکتر ممیز یا حبیب ممیز، و من میگفت که احمد ای برو به شاه بگو که اگر همچین اتفاقی افتاد خودشو بکش و نره به ایران به این صورت. ولی این آقای دکتر ممیز و آقای سیروس الهی، اینها دکتر گنجی رو میارن به مرز و ایشون از مرز خارج میشه که بعدم منم ایشونو در نیویورک میبینم. حالا میریم به پاناما. قبل از این که برید پاناما، سوالاتی هست. بعضی ها میگن که شاه در تبعید، بعضی ها میگن شاه فرار کرده بود، بعضی ها میگن شاه مهاجرت کرده بود. میدونیم که خود شاه به بهانه این که مرخصی میخواد و احتیاج به اصطلاح چیز پزشکی داره، گفت من میرم چند مدتی تا از لحاظ استرس و از لحاظ اینها هم وضعم خوب بشه. خود شاه هیچ وقت صحبت کرده بود اون شرایطی رو که داخلش بود اسمشو به شما بگه که من در تبعیدم، من فرار کردم، من مهاجرت کردم؟ برای اون مدتی که از ایران بیرون آمد تا بعد که فوت شد، اون دوره رو چی میشه اسمش بذاریم؟ فقط بگیم پادشاه در خارج از کشور؟ نه، نمیدونم. من حالا اگه حقیقتش، من چیزی که به عقل خودم میرسه اینه که انقدر گیجی اون موقع زیاد بود، انقدر همه گیج بودن که اصلا نمیشه ماهیتش که فراره. یعنی من خودم که خودمو میگم، حالا شاه رو بذاریم کنار، ما از ایران رفتیم، من اگه گردنم میزدن نمیرفتم از ایران، فقط رفتم برای اینکه اگه میموندیم خب ما رو میکشتن یا شانس کشتن بود. در نتیجه خب آدم وقتی که میبیند که ممکنه که براش موقعیت بدی پیش بیاد میره. حالا آیا اسمش فراره؟ اسمش، ولی خب ما مسئولیت نداشتیم به اون صورت، مسئولیت شاه رو نداشتیم. بله، و شاه خب نباید، به عقیده من نباید میرد. حتی کلمه خود طبعی شما اولین، ببینید شما وقتی که چیزه یه ناخدای یه کشتی هستید که اولین کسی نیستید که برید، که شما باید آخرین کسی باشید که اون کشتی رو ترک میکنه. بله، ولی به نظر من انقدر همه چی گیج کننده و انقدر مطالب تند پیش رفت
و که اصلا فکر نمیکنم کسی نمیدونه کسی نمیدونه چیکار داره میکنه. یعنی بریم پاناما. بله پاناما. من پاناما پیش شاه نرفتم برای اینکه پدرم فوت کرد. بعد این وسط که ما اون در چندین بار به من زنگ زدن، خود شاه زنگ زد که آقا بیا، البته که از طریق مثلا افرادی که با ایشون کار میاد یادم نیست کی زنگ زد، خود فرد خانم زنگ زد منم دیگه، که من گفتم من نمیتونم بیام به خاطر اینکه پدرم فوت کرده و ما باید میرفتیم ایشون رو خاک میکرد. بعد این وسط عراق شروع کرد به آقای بختیار و آقای تیمسروویسی پول دادن و باز هم باید به آقای انور سادات رو ما ازش تشکر بکنیم، برای اینکه آقای کارتر قصد این داشته تا اونجایی که من امروز میدونم که شاه رو یا داشته فکرشو میکرده که شاه رو تحویل بده و آقای انور سادات شاه رو دعوت میکنه به مصر و وقتی هم که آقای سادات زنگ میزنه به وقتی آقای کارتر زنگ میزنه به سادات و میگه شاه رو قبول نکن، اون میگه نه این به تو مربوط نیست و به قول معروف تو کار ما دخالت نکن. یه ماجرایی هم بوده که هواپیما رو توقف میدن نگران کنند، آزور توقف میدن. آقای شهربازی یعنی آقای آرماو اینا که اسمشون بعدم میاد، اینا همه تو هواپیما بودن. و البته یه قسمت هم دیگه من نوشته بودم که صحبت کنم بعد خط زدم ولی حالا میگم. و یکی از دلایل این که مصر اینطور با شاه وایساد این بود که در سال 1973 که جنگ بین اسرائیل و مصر بود، نفت مصری ها تموم میشه، اینها زنگ میزنن به شاه، زنگ میزنن به سعودی ها، زنگ میزنن به لیبی. لیبی که از همه، آقای قذافی که از همه بیشتر آتشش تند بود که اصلا میگه نمیدن. آقای سعودی ها هم میگن که ما دو هفته وقت میخواییم که در کنفرانس مطرح کنیم، ولی وسط جنگ نمیشه که صبر کنن ببینن که آیا در کنفرانس قبول میکنن یا نمیکنن که این نفت رو بهشون بدن. ولی شاه فوری دستور میده به کشتی‌های ایران که به نفتش هم به دیگران فروخته بودن در مدیترانه بودن برگردن و نفت رو به مصری‌ها بدن و این یه نقش بزرگی در پیروزی مصر بر اسرائیل داشت اون زمان. برای همین مصری‌ها به شاه خیلی چیز داشتن و این در کتاب آقای سادات هست، در کتاب آقای انور سادات هست. بعضیا باور دارن سادات کشته شد به خاطر اینکه به شاه کمک کرد. برای اینکه حرف گوش نمیکرد دیگه متاسفانه، یعنی نمیدونم اون دیگه چیزایی که خب این چیزایی که میدونیم توش گیریم وای وای چیزایی که نمیدونم. آقای ارساری اجازه بدید بگم بهتون، دوستانی روی فیسبوک دارن به اصطلاح میپرسن. دوستی از کالیفرنیا نوشته آقای انصاری خیلی متشکر به خاطر وقتی که میذارید و ما را از بخشی از تاریخ معاصر کشورمون آگاه میکنید. من از شما خواهش میکنم بعد از برنامه روی فیسبوک همون جایی که اونها نوشتن به شما به صورت کامنت بهشون پاسخ بدید. ضمناً بعضی هم سوالاتی که میکنن، مثلا یه دوست همشهری ما آقا فریدون سوال میکنه آیا خدا از وضعیت کنونی راضی است؟ من نمیدونم شما به همچین سوالاتی میتونید پاسخ بدید چون ایشون شما رو... خب ببینید شما اینو میدونم ولی بذارید ما اگه ایزه بدید ما بحث رو تمام کنیم بعد من همه اینا رو براتون اونایی که عقلم میرسه رو جواب میدم. حتما دوستان آقای انصاری آقای انصاری بعد از برنامه روی فیسبوک هر وقت که وقت کنن امروز فردا پاسخ میدن. بفرمایید. خب بعد آقای رائد سفیر ما بودن، آقای جعفر رائد سفیر ما بودن در سعودی قبل از انقلاب. ایشونی حالا زمانی است که شاه در پاناما هست، به من زنگ زد گفت سعودی ها تقاضای شما رو گرفتن ولی ترجیح میدن که با شخص خودت مستقیما کار کنن، نه از طریق ملک حسین. و از اون به بعد من شدم رابط بین خاندان و سعودی ها. بعد تیمسروویسی هم که رفته بود به پاریس دائم به من زنگ میزد که هرچه زودتر بیا پاریس و به گروه ما ملحق بشو. من اون موقع دیگه پاسپورت نداشتم، در نتیجه رفتم به مصر که از اونجا برای من پاسپورت مصری بگیرن و من با شاه و تا پاسپورت رو بگیرن و نمیم ویزای فرانسه رو برای من بگیرن اینا یک ماه طول کشید و من یک ماه با شاه در مصر بودم که این مطالبش رو حالا دونه دونه خدمتون عرض میکنم، اتفاقاتی که بین من و شاه افتاد که میتونه جنبه تاریخی و جالب داشته باشه. یکی از چیزایی که شاه خیلی نگرانش بود این بود که چرا اسم ایشون فقط یک بار در دارت المعارف بریتانیا نوشته شده یا هر جایی، که الحمدلله اون مسئله دیگه حل شده.
چون دیگه اینقدر از ایشون صحبت شده که من فکر نمیم راجب ایشون راجب کسی دیگه صحبت بشه. یه چیز دیگه ایشون همیشه به من وقتی میشه صحبت میکنم میگم و به فکر برو میره حالا همینجوری که من با شما دارم و میگم انگلیس ها کاری که با من و با پدر من کردن من باید خیلی از اینها ناراحت باشم، یعنی چیز نبود. یک بارم از ایشون سوال کردم که این جناب مصدق آیا ایشون داستانش چیه، که ایشون به من گفت که ایشون نوکر انگلیسا بوده که من برام البته از اون خیلی خیلی مشکله که فکر نمی کنم اینطور بود. بعدم به ایشون یک بار گفتم که چرا ایران رو ترک کردید، که من که این بار ایشون به من گفت که اگه من دیکتاتور بودم میزدم و میموندم تا زمانی که تا زنده بودم، ولی من چون پادشاه هستم پادشاهی نمیتونه رو خون باشه، که روی این مسئله در جلسه قبل صحبت کردیم، برای همین بیشتر واردش نمیشم. یک بار هم من با ایشون نشسته بودم سر نهار با خانم لوسا پیرنیا، چون این فراخانم کل این مدت یک ماه خیلی کمش اونجا بود، بیشترش من و خانم لوسا پیرنیا و شاه تنها بودیم. و ایشون برگشت به من گفت احمد خدا رو شکر که کسی به من فحش نمیده. گفتم اختیار دارید پس دارم به بنده فحش میدن. ایشون برگشت گفتش که من دیدم باز یه ذره خراب کردم، ولی بعد ایشون هوی شروع کرد که بگو که چی میگن. بعد دیگه خانم لوسا پیرنیا هوی به من فشار آورد که بگو، بعد من برگشتم بعد ایشون من گفت من به تو دستور میدم که من بگی که در مورد من چی میگن. گفتم که میگن که شما قصاب بودی. ایشون گفت خدا شاهده، این این جمله ایشونه، خدا شاهده همه اونهایی که به من سوء قصد کردن من اونها رو بخشیدم، ولی من حق ندارم کسی که خون دیگری رو ریخته رو ببخشه. گفت دیگه چی میگن؟ گفتم که میگن شما دزد بودید، که ایشون معتقد بود که گرفتن کمیسیون برای ایشون اوکی هست و یعنی مسئله نیست، و منم چون قبلا خیلی با ایشون بحث کرده بود دیگه ادامه ندادم. گفت دیگه چی میگن؟ گفتم شما فعالیت‌های خارج از برنامه میگن زیاد میکردید. گفت ایشون گفت مگه خودت سیغه نمی‌کنی؟ بعد گفت دیگه چی میگن؟ گفتم که یه کتابی در ایران چاپ شده، اینم البته آقای حبیب ممیز من گفت که در اونجا به نام شاه و شوهرش و به شما نسبت همجنس بازی دادن، که ایشون خیلی ناراحت شد، قرمز شد و گفت این اراجیف چیه که میگن و فلان و اینا و ناراحت شد. و بعد خانم لوسا پیرنیا بعدم به من گفت که آقای آخری رو بهتر بود که نمیگفت. اتفاق دیگری که افتاد یه بار که فراخانم اونجا بود، من بودم و فراخانم و ایشون، و چون من در اتاق بالایی که فراخانم و شاه در اونجا زندگی میکردن اتاق من اونجا بود در کاخ قبه، و ایشون فراخانم شروع کرد به ایشون گفتن که رضا، یعنی رضا قطبی سلام رسون. از این گفت رضا. یک بار گفت، شاه هیچی نگفت، سرشو پایین انداخت. دو بار گفت، سرشو پایین است. سه بار گفت و شاه سرشو بلند کرد و گفت خورد. حالا اینم میخوام باشه چون در تاریخ مهم. این رضا قطبی همونیه که این پسردائی مادر ماست، یعنی در حقیقت خانواده‌ای که فرح باشون بزرگ شده بود. چون بله و ایشون من خودم با ایشون بزرگ شدم، یه عکسم برای شما فرستادم بچگی خودم، آقای قطبی هم اونجا با فرح وایستاده. همینه که با موتورسیکلت هستید. بله بله بله. بعد حالا در مورد ایشون میتونیم بعد از برنامه یه چند دقیقه صحبت کنیم. بعد یک بارم من همینجوری که با شاه نشسته بودم یک ساعت ما با هم بحث کردیم. من به ایشون گفتم که شما ایمان داری چون خدا به شما ایمان داده، و ایشون میگفت نه من ایمان دارم چون خودم انتخاب کردم، و نتونستیم هم دیگر متقاعد کنیم. بعد من از آقای قرعوی که مؤمن بود و خدا بیامرزه ایشون رو، مرد بسیار خوبی بود، پرسیدم. ایشون گفت هر دوتون راست میگید، و من اینو نفهمیدم تا مثلا شاید 7-8 سال پیش. و بعد من متوجه شدم که به شکر و بزرگی خدا از روزی که من به دنیا آمدم خداوند به من نعمت ایمان عطا فرموده بود. در نتیجه من همیشه ایمان داشتم، خودم یعنی داشتم دیگه، باهاش به دنیا آمد. ولی شاه ممکن است که با ایمان به دنیا نیامده، بعد خودش انتخاب کرده، همونطوری که حضرت عیسی میفرماید، راجع به ایشون هم باید بگیم صلی الله علیه و آله و سلم، که و حضرت موسی هم همینطور، نه هم خدای نکرده دوستان یهودی ما ناراحت بشن، حضرت موسی هم صلی الله علیه و آله و سلم، همه پیغمبران رو ما باید به یک سان نگاه بکنیم. و
و ایشون حضرت عیسی میفرماید که در رو بزنید و خداوند در رو باز میکنه. ایشون انتخاب کرده، در رو زده و خدا بهش ایمان داده، ولی در صد خدا بهش ایمان داده و ایشون آدم مؤمن، یعنی ایشون ایمان داشت. اگه کسی بگه ایشون ایمان نداشت دروغ میگه. اینو دیگه من خودم دیدم و چیز کردم. چیز دیگری که اونجا بودم آمدن تیمسار آریانا بود که چند روز اونجا بود، ولی شاه با چیز وایساد با تیمسار اویسی و قراری که ما با هم داشتیم. و بعد من یادم نمیره شب آخری که از شاه خدافظی کردم و شاه نشسته بود فیلم لاوبوت تماشا میکرد، براش نشون میدادن و بعد به من دستوراتو داد که شما که میری پیش اویسی بهش بگو اینجوری باید رفتار کنه، ایشون الان دیگه رهبره، به قول معروف فرق داره با فرمانده فلان و اینا. و بعدم به من گفتش که در ضمن بهش بگو که آی ولیان هم از طرف من پیش ایشون میره، آیه ولیان که استاندار بود در خراسان. بعد من وارد پاریس شدم به عنوان در حقیقت نماینده شاه پیش تیمسار اویسی و اونجا دیدم که حالا نمیدونم وارد این بحث بشیم یا نشیم یا اون رو بذاریم کنار. الان جناب بحثای شما جالبه و هر کدومش موضوعای دیگه‌ای رو میاره بیرون. مثلا شما وقتی که راجع به شاه صحبت میکنید میگید در اون زمان فرح باش نبود، خب این خیلی عجیبه. نه چون دائما در عقبه بود. حالا نمیخوام، حالا بونو بذاریم برای فرح خانم یه برنامه کاملا دیگه. اوضاع خیلی من بفهم. یه ذره اتفاقا اول میخواستم اون رو بگم ولی چون یه ذره قویه ترجیح دادم که حالا مال تیمسار اویسی رو هم در 5 دقیقه براتون میگم. من اونجا که رفتم دیدم که آقای شهریار آهی هست که کارهای مالی تیمسار رو انجام میده، آقای منصور رفیع‌زاده هست که ایشون رابطه بین آمریکا یعنی CIA و آقای تیمسار اویسیه، و برادران معین‌زاده که آقای جواد هوشنگ و کاظم معین‌زاده و تیمسار عقیلی. و بعد ایشون توی خونه آقای بیوک صابر بود که خیلی ها به خصوص همه آقای رایدینا خیلی دوست نداشتن و میگفتن که ایشون نباید این کار رو. شما گفتید تیمسار عقیلی یا سرهنگ عقیلی پور؟ خب ما دیگه ایشون سرهنگ عقیلی پور بود. من شما چند دفعه فرمودید تیمسار رو نخواستم بیارم، اون وقت که من ایشون رو میشناختم ایشون سرهنگ عقیلی پور. هنوزم خودشون میگن سرهنگ. حالا من نه پس ایشون سرهنگ عقیلی پور منو برد پیش آقای بختیار و سرهنگ عقیلی پور رابطه بین آقای اویسی و سازمان ایشون با دولت فرانسه. بسیار ممنون. بعد خیلی هم ایشون مرد خوبیه خداییش، یعنی آدم باید به حق صحبت. بعد یه مسئله ای که من دیدم و یه درس زندگی من هست و این رو باز تکرار میکنم اینه که من میدیدم این پولایی که عراقی ها دادن تیمسار همینجوری داره بین افسرهایی که از ایران میان تقسیم میکنه. اون موقع که ما صدامون قربان از جای گرم در میامد میگفتیم که ایشون نباید اینطوری پولا رو مثلا دور بریزه، ولی امروز که قربان ما خودمون بی پول شدیم و میدونیم که حالا کسی که از ایران فرار کرده هیچی نداره، خب باید بهش کمک کرد دیگه. اصلا اون فکر اون موقع من خیلی فکر احمقانه و غلطی بود. بعد تیمسار اویسی از من خواست که از طرف برایشون از سعودی ها هم پول بگیرم. من درست کردم و از طرف سعودی ها آمدن و با تیمسار اویسی صحبت کردم. من تو اون جلسه به یه دلیلی نبودم چون جای دیگه باید میرم. بعد آقای رائد به من گفتن که برم به لندن. در لندن رفتیم خونه ایشون و معاون سازمان امنیت سعودی آمد و گفتش که با آقای اویسی از ما تیمسار اویسی از ما 3 میلیون دلار خواسته و ما هرچی جمع و خرج کردیم دیدیم با 3 میلیون دلار که نمیشه ایران رو گرفت. و در نتیجه اگه ایشون چیز شخصی میخواد بگه، ولی اگه چیز برای اگه پول برای گرفتن ایران میخواد این با 3 میلیون دلار نمیشه. که وقتی من آمدم پیش تیمسار بهشون گفتم، ایشون گفت نه ما 300 میلیون دلار خواسته بودیم و اینجا درست ترجمه نشده، ولی درصد اونم به هم خورد. بعد من دائم به ایشون میگفتم که آیا ما داریم کاری میکنیم یا نمیکنیم. همین به همیشه هم تیمسار این قرآن رو از جیبش در میآورد و ایشون نمازش هم ترک نمیشد و من میگفتش که احمد به این قرآن سوگند آینسری به این قرآن قسم که ما داریم هر کاری که میتونیم و میکنیم. و بعضی وقتا من میگفتم زیاد نباید به آمریکایی‌ها توجه بکنیم و ایشون میگفت که خب حالا از اینجا بیرون کنم ما کجا بریم. بعد یه روزی آقای هوشنگ معین‌زاده از من خواست که در جلسه حضور پیدا کنم با آقای علوی‌کیا برادر ایشون آقای جواد معین‌زاده. کاظم هم همیشه اونجا بود فکر کنم.
و که ایشون حرفی داره با تیمسار بزنه. و ایشون برگشت گفتش که چه، اینم از چیزهای جالب زندگی منه. گفت تیمسار، من شما رو خیلی دوست دارم ولی ایران رو بیشتر از شما دوست دارم و شما ایران بگیر نیستی، پس من رفتم. که تیمسارم خیلی ناراحت شد، ولی بعد اونجا من دیدم که خب حالا ما بریم پس خانواده رو ببینیم بس. و تیمسار دائم اون زمان آمریکا و عراق زیاد مسافرت میکرد. بعد من زنگ زدم به فرح خانم، گفتم که خب حال شاه چطوره؟ ایشون گفت حالشون خوبه خوبه، من تصمیم گرفتم بیام آمریکا و خانواده رو ببینم، بعد دوباره برگردم پیش شاه. این وسط هم فرح خانم از من خواست که آقای فریدون جوادی رو به تیمسار اویسی معرفی بکنم، که نمیدونم کردم یا نکردم، خودم یادم نیست خدایی. بعد وارد نیویورک که شدم، آقای هوشنگ انصاری منو دید و گفت که هرچه زودتر به مصر برو، شاه در حال فوته و ببین که آیا ایشون هیچ وصیت‌نامه سیاسی داره یا نداره. بعد رفتم آقای آرماو رو دیدم. آقای آرماو کسی بود که کارهای شاه رو در خارج از ایران انجام میداد. گفت ما الان 30 دکتر رو بسیج کردیم که بفرستیم به مصر و دارن شاه رو میکشن، و آقای راکفلر هم گفته ما چندین بار جون شاه رو نجات دادیم و این بار دیگه داره کار از دستمون در میره هر چیز. و ما زنگ زدیم که دکترها رو بفرستیم برای شاه و فرح خانم زنگ زده گفته اینا نیان، تو برو یه کاری بکن که این چیز عوض بشه. من آمدم به لندن که از اونجا بیام به مصر، چون پرواز مستقیم فکر نمی‌کنم بود، که اونجا به ما خبر دادن که شاه فوت کرده. من وقتی که رسیدم به مصر، خانم لوسا پیرنیا که دکتر شاه بود و دکتر بچه های شاه بود، ولی زمان در تمام مدت من اسمشو تبعید گذاشتم، ولی حالا در زمانی که شاه خارج از ایران بود ایشون با شاه بود و دکتر ایشون بود، گفتش که از زمانی که چون من وقتی شاه رو ترک کردم شاه روزا میدوید، گفت از این که تو رفتی این دو تا دکتر فرانسوی آمدن و شروع کردن، بر هر روز حال شاه بدتر شد و اینها اجازه نمیدادن که من و دکتر انور سادات به شاه نزدیک بشیم. وقتی که آقای آرماو اینا زنگ میزنن، آقای راکفلر اینا زنگ میزنن که ما میخوایم دکتر بفرستیم، اینها میرن پیش و قرار بوده اینها بیان، این دوتا دکتر میرن پیش فرح خانم میگن اگر که این دکترهای آمریکایی بیان ما قرار میکنیم میریم، و فرح خانم دو روز وقت میخواد که ظرف این دو روز ترتیب شاه داده میشه. از دید لوسا خانم، خانم فیرنیا میگه اون که معتقد بود که شاه رو یه جوری کشتن، حالا من با دیگران که صحبت میکردم میگفتن که مرگ شاه رو تسریع کردند. حتی با آرماو که صحبت میکردم گفت نکشتم ولی مرگ ایشون رو تسریع کردم. رابطه خانم لوسا پیرنیا و منصور رای پیرنیا چیه؟ نمیدونم. خانم لوسا پیرنیا دکتر بود و من از مثلا ایرانم بودم ایشون رو میشناختم، با پسر ایشون جهانگیرم دوست بودیم، همسن بود. بعد در همون موقع چون شاه بعد من رفتم دنبال وصیت‌نامه شاه و معلوم شد که ایشون هیچ وصیت‌نامه نداره، یه شورای تشکیل شد که بنده هم جزوش بود و اونجا آقای جواد معین‌زاده بود، ولی کار اصلی با آقای دکتر منتصری بود که خودش هم خیلی از شاه راضی نبود، یعنی بعد اصلا صحبت میکرد چون ایشون از دانشگاه برداشته بودن گریه میکرد، یعنی اینقدر دلخور بود. و خلاصه یه وصیت‌نامه‌ای برای شاه نوشتن. حالا همون جوری هم که من حالا در برنامه گذشته گفتم، ولی شاه خلاصه این مدت وقت پیدا کرد، فکر کرد و توبه کرد و انشالله که آمرزیده از این دنیا رفت. این داستان ما با شاه بود. بعد از اون البته دیگه من چون تمام مخالفین شاه آمدن در مصر همه کاره شدن، ما رفتیم تا زمانی که بعد آقای رضا پهلوی از من خواست که برم و ایشون رو از دست مادرش نجات بدم. این عین کلمه ایست که ایشون برده. حالا من دیگه وارد اون مطالب نمیشم، هر سوالی چیزی باشه من در خدمتتون هستم. این آقای معین‌زاده رو که گفتید گویا یک مصاحبه کامل انجام داده بود و در رابطه با همین وصیت‌نامه و اینکه شاه وصیت‌نامه نداشته و خیلی هم به اصطلاح غیر، یعنی آنورمال، خیلی غیر معموله که کسانی که سیاسی هستن، اونم شخص اولی مملکت، نه وصیت‌نامه سیاسی داشته نه وصیت‌نامه شخصی. و اون ماجرایی که میگید، شما میگید وصیت‌نامه درست کردیم، این همینه که من درست نکردم ولی من اونجا نشسته بودم.
حالا من یه چیز دیگه میخوام به شما بگم، این ارزش داره. بفرمایید. اما موقع قربان من فکر میکنم مکزیک بودیم، خیلی صحبت اینو میکردن که رضا قابلیت ولایت عهدی نداره و علیرضا باید جای او رو بگیره و از من خواستن که برم از شاه سوال کنم و من رفتم به ایشون گفتم که اینها این صحبت رو میکنن، که شاه خیلی عصبانی برگشت به من گفت مگه رضا چشه، یعنی قبول نکرد. اینم یک از چیزاییست که من یادم میره معمولا، ولی این اتفاق افتاد. بسیارم اینم براتون عرضو کنم، چون حالا ممکنه اهمیت داشته باشه، میدونید، یعنی برای اونایی که تاریخ نویسن. خیلی ممنون. بازم دوستان روی فیسبوک میگن برنامه جالبی هست و امیدواریم که این برنامه ها ادامه پیدا کنه، چون هر کدام از این اسامی که شما میگید خودشون یک مهره در تاریخ ایران بودن. متاسفانه بعضی از اینها نه آمدن برنامه ای داشتن، نه مصاحبه کردن و نه کتابی در زمانی که زنده بودن. گهگام ببینیم که بعد از فوتشون کتابی بیرون میاد و چون بعد از فوتشون هست، همراهش این صحبت هم میاد که این کتاب ممکنه قلابی و دروغ باشه. یکی از دوستان مشترک من و شما اون روز یک پیامی رو فرستاد بود درباره آقای رضا قطبی، چون این دوستمون توی رادیو تلویزیون کار میکرده، از رضا قطبی خواسته که بیاد و خاطرات زندگیشون رو که تاریخ ایران هم میشه بگن. شما میدونید که اولا رضا قطبی کجا هست، وضعیت چجوره، دوم این که بعد آقای دکتر افشارها تماس گرفتن گفتن به این سادگی نیست که من میگم آقای جمشید آموزگار نیومد مصاحبه کنه، این دوستمون میگه آقای قطبی نیومد مصاحبه کنه، میگن اینا رو یک سازمانهایی حتی مثل فراماسون و اینها، یک به اصطلاح دستهای مخفی و غیر مخفی میچرخونه که بعضیا تا بهشون دستور داده نشه نمیتونن صحبت کنن. هیچ وقت صحبت فراماسونی، اولا دو تا سوال، یکی این که از رضا قطبی خبر دارید، دوم این که هیچ وقت صحبت فراماسونی در به اصطلاح جمع پادشاه و شاه و اینها شد و بعضی هم میگن آخه بوده، بعضی هم میگن نه نبوده، چیزی در این مورد میتونید به ما بگید؟ من خودم چون خیلی خارجی بودم در نتیجه خب جلو من ملاحظه میشد خیلی صحبت، حالا بدون تعارف، یعنی بعضی وقتا اتفاقاتی در زندگی من افتاده که ممکنه مردم قبول نکنن، ولی خب خیلی وقتا بوده که احترام منو میذاشتن ولی به بقیه رو که بعد مهمتر بودن رو حرمتشون نگر نمیداشت. ولی من دوست دارم یه دقیقه راجع به آقای رضا قطبی صحبت کنم. ایشون اولا که خب فامیل ما هست دیگه، ایشون پسردایی مادر منه، منم با ایشون هم بزرگ شدم و ایشون خب معتقد بوده به چیزهایی که معتقد بوده، این نیست که ایشون نوکر جایی بوده خداییش. و من تو اون کتاب من و خوندن پهلوی هم نوشتم یکی از چیزهایی که مادر ایشون از ایشون گلایه داشت این بود که اینها یه خونه‌ای داشتن می‌فروشن چندین میلیون دلار هم پول آماده بوده، ولی ایشون میگفت این پول ملته و حاضر نبود که بفرسته به خارج. این یعنی این معتقد بوده، این چیز نبوده، چی میگن، این کارهایی که ایشون کرده رو اعتقاد شخصیش بود. ولی خب ایشون چپی بود و حتی به من برمیگشت با پدر من دزده، یعنی پدر خود ایشون آقای محمد علی قطبی، این حرف خود ایشونه، یا میگفت مثلا درآمدها نباید ده برابر، یعنی ایشون چپی بود علل اصول. و این دوروبری های فراخانوم اینا فکر میکردن که دوستان شاه همه دزد و فاسد و همون چیزایی که برداشت نوشت داد و شاه خوند. و بعدم رادیو تلویزیون ما خب نهایت صدمه رو زد، یعنی از یک طرف تبلیغات شدید به نفع آقای خمینی، از یک طرف تبلیغات زد بر علیه خود شاه و به دست خود رادیو تلویزیون خود ما. و ایشون اعتقاد داره و ایشون واشنگتنه، ایشون در واشنگتن زندگی میکنه، ولی خب سن ایشون هم الان مثلا باید الان من 68 ایشون هم باید الان نزدیک 80 سالش باشه دیگه، نزدیک 80 سال. و نمیگم که با ما هم با من حالا نمیگم، ولی با من هم عقیده نیست، ولی این نیست که آدم بدی باشه. هیچ تماسی هم دارید باشه؟ نه، ما هیچ وقت. ایشون بعد از اینکه اومد به ایران، یعنی بعد شد رئیس رادیو تلویزیون، تقریبا تویش کدوم از این مهمانی های دربار هم نمی آمد. و حتی به وقتی پدر بزرگ من فوت کرد، آقای جواد دریابگی که مثل مثلا
مثل حالا خالص مورد احترام همه در فامیل بود، ایشون حتی نیامد به ختم ایشون. ولی بعد مادر بزرگ من خدا بیامرز که در سال 95 در همین اینجا فوت کرد، ایشون آمد و در ختم ایشون آمد سر قبر ایشون. و خب یکی از اون آدم هایی هم که من شنیدم همیشه وقتی که بعضی ها میان نسبت دزدی خدایی نکرده به من میدن و ایشون میگه همچین چرفی رو نزنید، خدای رضا قطبیه. ولی خب من و ایشون با هم عقیده نیستیم و ایشون، فرح خانوم، آقای جوادی و افراد دیگران که این البته این سه نفر اصل قضیه هستن، اینها به قول معروف هم دستگاه تبلیغاتی شاه به نفع شاه کار نکرد. ساواک که خلاصه جای خودش داره، به اینها مربوط نیست. و بعد اینها آمدن و از طریق فرح خانوم، اینو که من بیشتر گردن آقای جوادی میندازم، ارتش و ساواک رو خونسا کردن. آقا این آقای جوادی اسمش خیلی آشناست، ایشون همون جوادی معروف هستن که ماجراهایی هم، بله ایشون آقای فریدون جوادیه که من امروز دیگه به احترام فرح خانم خیلی باز نکردم مطالب در خارج. بله امیدوارم در برنامه‌های آینده بتونیم بیشتر صحبت کنیم. آقای انصاری وقت برنامه امروزمون تموم شد، اگر پس ما دیگه من خداحافظی می‌کنم. نه اگر می‌خواید 2-3 دقیقه چیزی هست که بخواید به اصطلاح ببندید رپ کنید در خدمتتون هستیم، اگر نه امیدوارم که باز در آینده بتونیم، حالا که دیگه این تلس شکست و این دو برنامه اجرا شد، باز مثل قدیم به یاد 15 سال 16 سال پیش شما را اصلا هفتگی داشته باشیم، شما هم بیان با اون خاطرات خودتون صحبت کنید. ضمناً اینجا از همه دعوت میکنیم، مخصوصا افرادی که اسمشون آورده میشه مثل آقای فریدون جوادی، آقای رضا قطبی، آقای اویسی و هر کسی که چه اسمش آورده میشه چه گفته نمیشه و اون مایل هست بیاد صحبت کنه. این آقای جوادی کجا هست و چه ماجرایی؟ شاید پاریس باشه، من نمیدونم، من اطلاعی ندارم. از آقای قطبی بیشتر خبر دارم، مثلا حالا دست دهم البته. ولی این افرادی رو میشناسم که با ایشون دوستن، در معاشرت هستن و خب اصولا اصلا ما از نظر فکری جدا هستیم. بله هیچ اشکالی نداره، ولی این دلیل نمیشه که ایشون آدم بدی باشه. دقیقا اتفاقا شما گفتید تنها کسی که از شما حمایت میکرده ایشون بوده. نه تنها شما کسی، خدا رو شکر. خب جناب سرمی، خدا رو شکر خدا از ما حمایت کرد، اینو خدایی میگم. بسیار عالی آقای انصاری، یکی از دوستان از ایشون هم ممنون هستم. بله خدا رو شکر میکنم و از ایشون ممنون هستم. یکی از دوستان به نام آقای مایدی، ضمن این که میگن برنامه جالبی هست، فکر میکنن ایشون میگن که به نظر ایشون تنها دلیلی که شاه از ایران رفت این بود که میدونست CIA میدونسته که شاه بیمار هست. البته نظرات بیش زیادی هست، مایل هستیم هر کسی میخواد بیاد مهمان برنامه باشه و در این باره با بینندگان صحبت کنه. بازم از شما ممنونم آقای انصاری، برای شما و خانوادتون. و من خیلی از شما تشکر میکنم، از دوستی که خلاصه این برنامه رو خواست که تهیه بشه تشکر میکنم. نمیدونم اسمشون رو میخواید بگید یا نه. بله بله، آقای پتیک مهدیسیان اتفاقا امروز در رابطه با زلزله مشهد هم یه پیغام فرستادن، من هم به نوبه خودم از ایشون ممنون و متشکرم. بله که از بینندگان عزیزم تشکر میکنم که من رو تحمل کردن و از همه مهمتر خدا رو شکر میکنم و همه دوستان رو، همه بینندگان رو، خود شما، همه رو، فامیلامون رو، همه رو به خدا میسپارم. آقای انصاری، یکی از دوستان میگه که آقای دکتر انصاری استاد بنده در دانشگاه ملی بودند و آدم، فکر کنم همون دوستی بود که مسیجم گذاشته بود قبلا. البته به شما میگن دکتر انصاری، شما هیچ وقت نگفتید به من که دکتر هستید. نه من هیچ وقت همچین ادعایی، بعد دوستان خیلی محبت میکنن. بله بسیار ممنونم از دوستانی هم که تماشاگر این برنامه بودن، ممنون متشکرم. برنامه ها رو پی میگیریم. این ویدیو روی فیسبوک هم صفحه من هم صفحه آقای انصاری باقی میمونه، در هر ساعاتی از شبان روز میتونید نگاه دارید. این برنامه رو تا هفته آینده من هر روز از تلویزیون مردم پخش میکنم و تا 1-2 ساعت دیگه هم روی یوتیوب و روی صفحه آرشیو تلویزیون مردم باقی خواهد بود. بازم از شما ممنونم آقای انصاری. من از شما ممنون هستم، خدا رو شکر میکنم و از شما ممنون هستم. خدا پشت و پناهتون باشه. بسیار ممنون، به امید دیدار. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، با آقای احمدعلی مسعود انصاری بودیم. ویدیوهای زیادی روی یوتیوب هست، نوشته‌های ایشون دارن و یک صفحه بایگانی خودشون دارن که نوشته‌هاشون و ویدیوهاشون رو اونجا هم به اصطلاح به اسم خودشون احمدعلیمسعودانصاری.com اگر کلیک کنید اون رو هم میتونید ببینید و داشته باشید. باز هم ممنون از ایشون، ممنون از شما. و همون جوری که دیدید آقای انصاری گفت از همه مهمتر از خدا ممنونه. اینم برای اون دوستانی که این سوالایی میکنن که آقا نمیدونم حالا خدا، خب دوست عزیز من آقای فریدونه، وقتی ایشون باور داره، اگه شما دقت کنید توی صحبتاشون گفتن درسته که سرنوشت هست و خدا تصمیم میگیره و اینها، ولی یه مقدارش هم دست خود ما انسان هاست. ما ها مشکل اصلیمون اینه که دقت نمی کنید یا کم دقت می کنید. بریم برنامه سلبی با مردم رو با شما باشیم و اجازه بدید که من، اگر آقای دکتر کاظم افشارها بیننده برنامه هست امروز، بهشون بگم که من دلیلی که تماس نگرفتم این حال خرابم بود، امروز خیلی بهترم، دیروز اصلا خیلی اوضاع خراب بود. و اگر ایشون مایل باشه جمعه ساعت 3 بعد از ظهر خوشحال میشیم که با ما باشن و سال جدید برنامه جدید ایشون رو هم داشته باشیم. دکتر کاظم افشارها از کانادا 3 بعد از ظهر با ما خواهند بود، 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد روز جمعه دارم میگم، و ساعت 12 ظهر کانون آوا. و اما امروز چهارشنبه است، 5 آوریل. اجازه بدید من این تاریخ و تقویم و اینها رو اینجا روشن کنم و ببینیم کجا به کجاست. این رو برداریم، این رو بذاریم و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 اینا رو که میشمارم براتون، این چیزایی که اینجا ما داریم، این پروگرامی رو که من دارم، تا 100 تا دریچه و 100 تا وسیله رو میتونه با هم وصل کنه و حقیقتاً چیز عجیبیه. این کاری رو که یه استودیوی بزرگ با 15-16 نفر باید انجام بدن، اینو یه نفر میتونه به اصطلاح یک نفره انجام بده، همینجوری که شاهد هستید من انجام میدم. البته در هر کاری اون ماجرا و داستان کنیزک و بهرام گور رو فراموش نکنید. کار نیکو کردن از پر کردن است. خیلی از دوستان میان همون روز اول به من میگن که ما میخوایم مثل تو مهمون داشته باشیم، با اسکایپ مصاحبه کنیم، نمیدونم با تلفن اینجور با اون اونجور. میگم مثل این میمونه که شما روز اول که میای بگی من میخوام همین الان دیپلمم رو بگیرم و برم، و نمیخوام بگم این کار مشکلیه، ولی احتیاج به تمرین داره. شما هم همینجوری که الان اینجا نوشته میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما میتونید رادیو تلویزیون خودتون رو داشته باشید، این روزا میتونید مجانی روی فیسبوک برنامه خودتون رو داشته باشید. فقط فکر کنید کجا شما میتونید 13000 نفر بیننده روی فیسبوک داشته باشید، چندین هزار نفر در سر تا سر دنیا این برنامه داشته باشید. و اگرم میخواین برنامه های خودتون رو تلویزیون خودتون رو داشته باشید، اول شروع کنید با یه رادیو تلویزیونی، بعد که برنامهاتون جا افتاد، مردم شناختنتون، یک کم کم بهشون بگید که خودتون رادیو تلویزیون خودتون رو دارید. این نصیحت من به شماست. خب چهارشنبه 5 آوریل 2017 میلادی برابر با 16 فروردین 1396 بزرگترین خبر متاسفانه زلزله در مشهد بود. حالا باید صبر کنیم ببینیم آخوندها چی میگن. میدونید که هر وقت جایی زلزله میاد، یکی میگه مال رقصه، یکی میگه مال نمیدونم روزه نگرفتنه، ولی یه آخوند مشهدی یه دفعه گفت آج آقا به آخوندهای دیگه میگفت، میگفت این زلزله مال اینی که تو دروغ میگی، مال اینی که نمیدونم فلان دادگاه انقلاب یه حکم عوضی داده، و الا لباس یه زن و رقص یه زن باعث نمیشه یه جایی زلزله بیاد. در اصلت میگفت این معصیت هایی که شماها کردید. این رو داشتم خبرها رو دنبال میکردم، ممنونم سعیدم نوشته بود که البته نشتو چند لحظه پیش. خب این خبرها رو تو ما میگیریم و منتظر برنامه میشیم و اینا، میشه چندین ساعت. اگر کسی خبری در رابطه با زلزله مشهد که گویا شدتش 6 ریشتر بوده، میدونید که 4 و 5 و اینها با وجودی که قوی هستن
ولی دیگه الان معمولی شده 6 و 7 و 8 و حتی یه جایی ساختمان‌ها رو میگن برای 8 درجه ریشته که اون واحد سنجش زلزله هست باید مقاوم یا در برابر اون باید بتونن ایستادگی کنن. حتی توی یه شهرهای هست یه سری وسائلی مثل بوربرین گذاشتن، ساچمه های بزرگ زیر ساختمون ها که وقتی این تکون میخوره به جایی که بریزه پایین ساختمون جا به جا میشه و نمیدونم بشر از این ور پیشرفت میکنه، ولی از اون ور یه چیزای ساده‌ای که چند میلیارد سال پیش، چند میلیون سال پیش، چند هزار سال پیش مثل آفت بوده، سیل، زلزله، اینها هنوز هم میاد و این بشری که فکر میکنه اینقدر دانا هست از پا در میاره. و اما کشتار شهروندان بیگناه در سوریه، همیشه وقتی میگن شهروندان بیگناه از خودمون میپرسیم که خب مگه شهروند با گناه هم داریم؟ این یه اصطلاحیه، چون کسی که میره جنگ، کسی که سربازه، کسی که ارتشی هست، اینها برای اون کار به اصطلاح حقوق میگیرن و باید برن. ولی کسایی که بلند میشه میخواد بره مدرسه، بلند میشه میخواد بره سر کار، بلند میشه میخواد بره اداره، اینا شهروند معمولی هستن، مخصوصا بچه ها، مخصوصا خانم ها. البته نمیدونه آقایون چه هیزم تری فروختن که آقایون حساب نمیشن. دوستان عزیز اجازه بدید که من این تصویر مجلس آمریکا رو به شما نشون بدم و الان بیام سراغتون، چون باید یک بسته‌ای رو از این آقای پستچی تحویل بگیرم، اونم وارده، میدونه ما برنامه داریم، از این پشت شیشه اشاره میکنه و زنگ نمیزنه و میگه که باید امضا بدی. بعضی بسته ها هست یادتونه میگفتم دو قبضه. الان میام خدمتتون. هستید؟ اگه هستید دستتون رو بکنید بالا تا متوجه بشیم که شما هم هستید با ما. اجازه بدید من از دوستانی که لطف کردن و تلویزیون مردم رو حمایت کردن تشکر کنم و یکی از اونها این دوستمون آقای حسین مختار زیباییه که من از طریق سازمان مجاهدین با ایشون آشنا شدم و اگر اسم ایشون رو دکتر حسین مختار زیبایی رو توی گوگل، توی یوتیوب تایپ کنید، ویدیوهای زیادی میبینید که ایشون یکی از افرادی بود که خیلی فعالیت کرد سازمان مجاهدین رو از لیست تروریست ها بیرون بیاره. کسی که با وجودی که روی صندلی چرخدار نشسته بود بلند میشد از لاس وگاس میومد اینجا و یک زندانی براش، قفسی براش درست کرده بودن و میرفت توی اون قفس، توی اون زندان مینشست که به مردم آمریکا نشون بده که شرایط ایران اینجوریه. ولی نمیدونم چی بگم، متاسفانه سازمان مجاهدین برای اونایی که براش جون دادن، از جونشون مایه گذاشتن و اینها، اهمیتی قائل نبود و نیست، امیدواریم در آینده باشن. به مجردی که اینها اسمشون از لیست مجاهد تروریست در اومد، این دوستمون میگفت که حتی میدونه که من با آقای فیلابی همسایه، یعنی نزدیک هست، دو تا کوچه، دو تا خیابون، یه خیابون، دو تا خیابون اینجا. بعد میگفت که حتی آقای فیلابی به ایشون زنگ نزده. آقای فیلابی
هر ساله لطف میکردن چون بزرگتر از ماها هستن، به همه زنگ میزدن و ایام عید رو تعطیل تبریک میگفتن. احتمالا از من هم دلخورن چون ما داریم حقیقت سازمان رو میگیم و به ایشون هم بارها گفتیم شما هم بیا حقیقت رو بگو، ولی اینجوری که برای من گفتن ایشون حتی اجازه نداره بدون اجازه سازمان بیاد صحبت کنه. و به نظر من آقای فیلاوی شما لطف کن یه زنگی بزن به آقای حسین مختار زیبایی و حال احوال ایشون رو بپرس. کسی هست که پارسال، من الان نامش رو بهتون نشون میدم که دیروز هم اشک منو درآورد و هم به همسرم گفتم که بیا ببین وقتی شما به من میگی دیوانه ای که اینجا وایستادی، هم پول از دست میدی، هم فوش میخوری، هم تهمت میشنوی، اینها این هست، این عشق و علاقه ایه که این دوستمون. امروز آقای پتیک وقتی مسیج میذاره، پیام میذاره، این هست. پولی گیر من نمیاد، $100 فرستاده که بدیم به این ماجرای زلزله مشهد، باعث میشه خود منم یه پولی اضافتر بفرستم بره. ولی اینها هستن که آدم میگه که هنوز هم انسانهای هستن در جامعه که سختی اون انسان نماها رو به اصطلاح از بین میبرن. ممنونم از آقای حسین مختار زیبایی، ممنونم از پتیک عزیز. پیام ها رو پخش میکنم و باز هم با آقای دکتر افشارها میگم که اگر برنامه من رو میبینید امروز، چون ایشون آماده سفر دارن میشن، جمعه میتونیم با شما باشیم، سه بعد از ظهر لطف کنید یه پیغام بذارید یا یه ایمیل بفرستید. اگر نه، من بعد از برنامه یا فردا صبح به شما زنگ میزنم. این وقتی آدم حالش بدنش ضعیف میشه و حالش خوب نیست، فکر کردنش هم یه مقداری مختل، میگفتیم دیگه، به خاطر اینی که میگن عقل سالم در بدن سالمه. دوستان بدنتون رو سالم نگه دارید، ولی چه کار کنیم که بعضی وقتا سالم نگه داشتن بدن خودمون دست خودمون هم نیست. یعنی اگه یه آدم بی‌انصافی تو فامیل، توی دوستان مریض باشه، به خاطر اینکه قید یک مهمونی رو نزنه و نگه به اون میزبان که من عذر میخوام، من مریضم و این بیماری من کانتیجس هست، واگیره، و اگه بیام اونجا 4 نفر دیگه هم مریض میشن. خب حالا اومدی، اگر کسی اومد به دست بده روبوسی کنه، بگو من مریضم، دست نمیدم، روبوسی نمیکنم. امیدوارم این روبوسی به زودی زود از بین ما ایرانی ها رخت برکنه و بره. امیدوارم این دست دادن از بین همه دنیا بره بیرون، چون بیشتر مریضی ها دوستان از همین دست دادنه. نگاه کنید، طرف سرفه میکنه، عطسه میکنه، فوری دوتا دستش میاره جلو دماغش و دهنش، تازه حالا این لطف میکنه، میخواد نگه داره که من و شما سرایت نکنه این میکروب و ویروس و هر چیزی که هست. بعد چه کار میکنه؟ دستش هم اینجوری میکنه، بعد به شما خداحافظ یا به نفر بعدی سلام و الی آخر. در صورت کاشف به عمل آمد که بنده این سرماخوردگی که هی میگم میگیره ول نمیکنه، دوستان دکتر برید، اگرم بیمه ندارید والا $50 $60 یک کلینیک بدید ارزش داره. حالا ما بیمه هم داریم، حال نداریم. اگه این خانمم نبود که من تا حالا مرده بودم. این به زور منو بنده خدا میفرسته هی بره برو دکتر و اینها. و خانم گوگوش یه جوک میگه، میگه اگر، میگه ما عمرمون رو مدیون همسرامون هستیم، حالا چه زنمون چه شوهرمون، در دو تا چیش کیسش به اصطلاح صادقه. میگه که اگه اینها نبودن، ما از خوشی خیلی وقت پیشها مرده بودیم. نه خانم گوش، اگه اینها نبودن شاید ما از مرض و بیماری و تنبلی مرده بودیم. در صورت ممنون از همسرای خوب، قدر همسرای خوب رو بدونید. درباره مریضی اینو براتون میگم، وقتی ما رفتیم دکتر و آزمایش خون و آزمایش ادرار و فلان اینها، بعد گفتن که نمونیا فکر کنم همون سینه پهلوه، نه؟ و دو رقم نمونیا داریم دوستان. یه نمونیا داریم که میندازت، باید بری بیمارستان و اکسیژن وصل کنن و آب توی ریه یا ششت انقدر هست که نفس که میکشی صداش اونجا میشنون و خسخس شوین ها. یکیش هست شنگول و منگول مثل اینه که میره یواشکی توی ریه شما و بهش میگن واکینگ نمونیا. پرسیدم از یه نفر چرا به این میگن واکینگ نمونیا،
گفت برای که نمیندازته، میتونی هنوز راه بری. نمیدونم درست گفته یا اشتباه گفته، میگه که به این میگن واک نمونیا و ضعیفه، ولی اگر به اصطلاح از پسش بر نیان یه هفته خوب میشه، دوباره شما فکر میکنی خوب شده، دوباره میاد سراغ. دلیلش هم اینه که توی شش شما که مسئول گرفتن اکسیژن و فرستادن اکسیژن به خون شما هست، یه سری از اون حفره ها و اینها، این شش همون سفیده است دیگه، نه که تو جگرکی ها جگر و سفیده و قلب و دل و قلبه رو میفروخته. الان مینا خانم میگه سوربی نگو، خدا ذلیلت نکنه، برو گیاهخواری کن، برو وجتبل بخور، ویگن بشو. شما که فیلم نفرستادی که. در هر صورت این یه قسمتش رو ورم میکنه، حالا یا آب داخلش یا خودش به خاطر ویروس و میکروب و اینها ورم میکنه، و اگه شما درستش نکنی این یه قسمتی از اون سوراخ‌هایی رو که باید هوا رو بگیره به خونتون بده و اینها میبنده، پس شما نفست کم میشه، یکم راه میری به هن و هن میافتی و الی آخر. مواظب سلامتی خودتون باشید. ممنونم از دوستانی که یه فیلم کوتاهی رو فرستادن درباره ترامپ در تلویزیون اصفهان. یه خبر دیگه بهتون میدم که آقای ترامپ اینقدر افتضاح به بار آورده که دیگه من تصمیم گرفتم حرفشو نزنم. همون جوری که اگه یادتون باشه بعضی از دوستان میگن آقا شما چرا از آخوندها چیزی نمیگین؟ میگم چی بگم؟ اینا دیگه اینقدر خراب کردن که هر کسی میدونه، خودشون دیگه دارن میگن، الان خودشون به جون هم دیگه افتادن، دیگه ما چی بگیم؟ بیان مثل تلویزیون دیگه فوش بدیم، میگیم به ما پول بده. خب اونا دارن فوشو میدن، پولم از شما میگیرن. بس برگردیم به مریضی و بیماری و اینها. ممنونم آقای افشارها لطف کردن پیغام گذاشتن. آها اون شماره تلفن مستقیم میره روی پیامگی، بذار ببینم. جناب سربی گرامی سلام عرض میکنم. من حدود ساعت دو رو گفته بودم خدمتون که چهارشنبه و دوشنبه اینا من گرفتار هستم، رسیدم و تا در حال وظایف شریعه رو خواستم انجام بدن، نهایتا الان گرفتن. دیدم حضرت عالی فرمودید که اگر مناسبت داشت من خدمتون زنگ بزنم، با نهایت اشتیاق روز جمعه رو ساعت سه خدمتون خواهم بود. و البته بسیار ممنونم آقای دکتر افشارها و این حسن تلویزیون مردم، ریل تایم ریسپاند میکنن، یعنی پاسخگو هستن. ما هم سعی میکنیم تا اونجایی که میتونیم پاسخگو باشیم. من الان روی فیسبوک خودم که نگاه میکنم بعض وقتا میبینم که درست کار مشکلیه، مریضی بیحالی اینها، ولی 100% ریسپانسیو هستیم، یعنی 100% مسئولیت حس میکنیم و جوابگو هستیم. مرسی. و همین 100% جوابگو بودنه که دوستمون از خلیج، بله خلیج فارس، آقای همشهری من، همه میدونن این خلیج خلیج فارسه، ولی من از شما یه سوالی دارم. اون کسایی که عرب هستن، کشورایی که کنار این هستن، اونا از این خلیج سهمی دارن یا ندارن؟ اگر پدر شاه اسم ایران رو از پرژیا عوض نکرده بود بکنه ایران، امروز کسی جرأت نمیکرد بگه خلیج عرب، کسی جرأت نمیکرد بگه خلیج. همیشه میدونستن این پرژیاست، اینم پرژن گلف. یک نفر یک کار اشتباه که میکنه قرنها طول میکشه تا درست بشه. در صورت بله این دوست ما همشهری من میگه که چون شما ویدیوهای این دوستتون رو پخش میکنید و شنیدم که میگه دوست ما از خلیج، آقا من بچه شیرازم، توی شیراز اینایی که میرفتن دبی و میومدن اینها، میگفت رفته کشورهای خلیج کار کنه، هیچ کی اونجا نمیگفت رفته کشورهای خلیج فارس کار کنه. میدونید یکی از دلایلی که گفتن این ماجرای سپتامبر 11 ممکنه دست خود دولت یا یک دسیسه هایی در کار باشه، اینه که یکی از اونایی که زنگ زده به مادر خودش با تلفن گفته که مادر مثلا من مایک اسمیت هستم. کسی که به مادر خودش نمیگه من مایک اسمیت هستم، میگه های مام هاو آر یو، دیگه اون میدونه این کیه. وقتی من میگم خلیج، شما میدونید که این دوستانی که از زمان رضا شاه
بلند شدن به خاطر مسئله‌ای که میخواست حجاب رو به زور از سر اینا بکشه. کشف حجاب نبودا، رفع حجاب، اونم با قلدری بود. و دیدید که نتیجهش 1357 حالا شد این کشف حجابه، دوباره حجاب رو کشف کردن، کردن سرتون. اینم کشف حجاب نیست، بله اینم حجاب زوری. این ماجراها هست. اون چیزی که شما میگی، شما دلخوش کردی به این که هی طرف بشینه مثل آقای شهرام همایون، مثل آقای نمیدونم شمیرانی، چون پرچم گذاشتم اینجا شما $2 بفرست بیاد، چون گفتم خلیج فارس $3 بفرست بیاد. آقای شهرام همایون حالش خوبه، این بنده خدا یه دوستی زنگ زد گفت آقای سوربی شما بگو آقای شهرام همایون، شما که اینقدر تبلیغ میکردی که این قرص های دکتر مریم عزیزی رو بخرید بخورید، احتیاج به دکتر بیمارستان نداری، چرا حالا مریض شدی؟ و اونم نه یه مرض، دو سه تا مرض، گویا ایشون نقرس داره، گویا رودش اشکال داشته، گویا فتح هم داشته. دوستان فتح چیزی نیست که فقط به اون بیزه ها ربط پیدا کنه، فتح زیر شکم یه پرده ای هست که اگر یه کسی وزنه ای برداره، اشتباهی باشه، ضعیف باشه، اینا پاره میشه، یه بار یه طرف این وره، یه بار دو طرف شه اینها. در صورت آقای شهرام همایون گویا حالش خوبه، چون دیدم و شنیدم که توی ویدیویی با خانم پهلوان، کیه؟ عسل پهلوان، صحبت میکنه. و طبق معمول اگه یادتون باشه من گفتم حتما هم یه ماجرایی میشه برای پول جمع کردن. خب حالا دیگه عذرشون موجه، بنده خدا میگه من افتادم تو بیمارستان. و دوستان بیننده اگه میخواین تلویزیون رو نگه دارید، 9000 خورده دلار کم داریم که بهشون دادن و الحمدلله مشکل برآورده شد. ولی برگردیم درباره اون دوستی که گفت خب بگو اگه این قرصا رو خوردی چرا هنوز مریضی. دوست عزیز یه مقداری مهربون‌تر باشه، شاید اگه این قرصا رو نمیخورد به بیمارستانم نمیرسید، میمرد، یه روز داشت راه میرفت میافتاد میمرد. شاید همین قرصایی که خانمش حالا یا درست کرده یا فرمولش از یه جای دیگه گرفته میفروشه و اینها، شاید این رو نگه داشته سرپا تا اینکه توی گویا یه مهمونی دیگه خیلی پاش درد میکنه و بعد میره بیمارستان و بهش میگن آقا شما اصلا رستمی، پولاد زره هستی، چجوری اینجوری دوام آوردی؟ بعد میخوابننش و یکی پس از دیگری مریضی و جراحی میاد بالا. و ایشون هم اولین چیزی که گفته وقتی به هوش آمده، گفته من میخوام برم رادیو تلویزیون. و حتما اون دکترم خندیدن گفتن رادیو تلویزیون چیه؟ تو مریضی، فعلا فکر خودت باش. اینم از و اما بعد آقای ماز جبرانی 15 آپریل، یعنی دو هفته، امروز چندم، امروز پنجمه، چهارشنبه است، این هفته ویکند نه، آخر هفته که هشتمه نه، 15 شنبه با من و شما خواهند بود. کجا؟ در سالن و محل بسیار زیبای کندی سنتر. دوستان اگر واشنگتن میاین، کندی سنتر، حتی اگر نمیخواین پول خرج کنید بیاین برنامه هاشو ببینید، کندی سنتر رو به عنوان اینجا میگن لندمارک یا سینری، هم بعضی هم میگن سینری، معمولا کوه و دشت و اینا رو میگن. در صورت یکی از جاهای قشنگ و زیباست و بیاین حتما ببینید. آقای ماز جبرانی، مازیار خودمون، روز 15 آپریل که روز شنبه هست، دو تا سیانس هرچی که میگید، دو نوبت برنامه داره در کندی سنتر، یکی ساعت 7 شب، یکی 9:30. بنده ساعت 7 شب اونجا هستم. معمولا من خیلی زودتر میرم جای پارک، حتی تو پارکینگ اگه میخواییم پارک کنید، جای مناسب، روشن، زیر چراغ، نزدیک آسانسور، نزدیک پله، و با عجله هم این ور و ور نریم، یه مقدار بیشتر وقت بذارید. اگه میتونید از مترو استفاده کنید، ایستگاه مترو اینها نزدیک اونجا هست. ماز جبرانی، مهاجر، ایمیگرانت یعنی مهاجر، اونجا این نمایش رو اجرا میکنن. ضمناً آقای ستار هم ما آگهی کردیم که برنامهشون 14 می هست، بنا به دلایلی گفتن چون 14 می روز مادر هست و ما فکر کردیم خانواده ها ممکنه بخوان با مادر و خودشون باشن و اینها، این برنامه رو به 6 می منتقل کردن.
پستپون میشه عقب انداختن. حالا وقتی میارن جلو به انگلیسی چی میگن دوستان؟ یا همون کلمه رو برای این هم استفاده میکنن؟ نمیدونم. در صورت ببینیم که چی هست. ستار، ششم میما و آقای ماز جبرانی، 15 آپریل. من اولین بار با آقای ستار از طریق آهنگ همسفر تنها نرو آشنا شدم در شیراز، ولی این افتخار رو داشتم که دو بار ایشون رو از نزدیک ببینم، یه بار اینجا، یه بارم در کاباره تهران که اون شب خانم مهستی هم بودن. اون شب من مهمان آقای ایرج رستمی بودم و آقای ایرج رستمی کسی بود که من هشدار داد گول یه نفر رو نخورم، ولی حالا چون اون آقای افشارها گفتن که من دیگه اسمی از این بنده خدا نیارم، ما هم گوش دادیم چشم و بماند، ما حرف آقای ایرج رستمی رو گوش ندادیم و باور نکردیم و گول اون رو خوردیم. و حالا هم چی میگن، میگی که یه بار شما اگه به من کلک بزنید خجالتش برای شما، دو بار اگر به من کلک بزنید و من کلک رو بخورم خجالتش برای من. من معمولا و اول برنامه از این کتاب 1001 مسئله فارسی انگلیسی یک صفحه ایش رو 3-4 تا مثل براتون میخونم و امروز صفحه 47 هست. میگه که اندک اندک به هم شود بسیار، دانه دانه است قله در انبار. چه هم میگفتیم اندک اندک یا قطر قطر جمع گردد وانگهی دریا شود؟ این یکی رو من تا حالا نشنیده بودم. اندک اندک به هم شود بسیار، یا کم کم بذارید پهلو هم زیاد میشه، دانه دانه است قله در انبار. یعنی شما این قلهی که توی سیلو و توی انبارها میبینید حقیقتا از یک سری دانه های کوچک تشکیل شده. اندک دان بسیار گوست. این حکایت درست ما مجریای تلویزیونه، چون کم میدونیم زیاد صحبت میکنیم. در رابطه با خود من چون میدونم که کم میدونم و چون تظاهر به زیاد دونستن نمی کنم، حالا درسته که زیاد میگم، ولی هر جا میرسم به یه چیزی میگم من اینو نمیدونم. ممنونم از افرادی مثل آقای دکتر افشارها که زنگ زدن توی پیامشون توضیح دادن که اون شخصی رو که شما گفتید من نمیشناسم شخص بسیار دانشمند و معروفی هست و من ممنونم. اگه من تظاهر میکردم که بله من این آقا رو میشناسم، آقای افشارها هم بنده خدا متوجه نمیشد که سوربی این شخص رو نمیشناسه و بیاد. از آقای افشارها خواهش میکنم اگر امکان داره روز جمعه درباره این شخص صحبت کنن، منم تا اون موقع از روی وبسایت یا جایی مقاله ایشون، نوشته ایشون رو میارم. ما باید قدردانی کنیم از اونایی که میدونن، تو جامعه ما بیشتر قدردانی کنیم از اونایی که مثل یک معلم حاضرن دانسته‌های خودشون رو به دیگران انتقال بدن و خوشحال میشن از این بابت. اندکی جمال به از بسیاری مال. اینو در رابطه با آقای احمدی نژاد میشه گفت. بنده خدا البته میگن پولی هم نداره، حالا اطرافیانش مثل که خیلی دوزیدن و بردن و خوردن و اینها، ولی خود احمدی نژاد حقیقتا تا حالا نشنیدم یه جایی بگن پولی دزدیده، اونم مثل آقای خمینی، چیزی از لحاظ مالی نشنیدیم. حالا اگه شما میدونید بیاین قشنگ برنامه بذارید نشون بدید، بگید بله اینجا آقای احمدی نژاد این جاده رو خریده توی کانادا، این نمیدونم هایوی رو توی آمازون و الی آخر. اندیشه کردن که چه گویم به از پشیمانی خوردن که چرا گفتم. اینم جالبه، داریم ما، میگه که قبل از اینکه یه چیزی بگی فکر کن، حتی میگفتن توی دهنت مزه مزه کن ببین چیه. اتفاقا تو برنامه آقای انصاری گفت که وقتی شاه ازش پرسید و ایشون گفت و اینها، اطرافیان بهش گفتن که تو این آخری رو نباید میگفتی. خب آقای انصاری جوونی بوده، چون معتقد و باورمند هست، دوستان اینا که اعتقاد دارن آدمای نترسی هستن، آدمای دلیری هستن، از هیچ کسی خوف و واهمه ندارن و حتی بارها بهتون گفتم اینایی که به خدا باور دارن از خدا هم
به اصطلاح نمیترسم، چون میگه اوکی این خداست، این کارا رو گفته، منم دارم درست انجام میدم، پس ترسی ندارم. اینم جواب اون دوست همشهریمون که میگه آقای انصاری به نظر شما حالا خدا راضیه؟ آقا ایشون که به اصطلاح چیز مذهبی نیست، شما دنبال روی ایشون نیستی. چی میگفتن به اینایی که دنبال روی یکی هستن؟ میگفتن که مثلا چیزای مذهبی رو ازش پیروی میکنن یا یاد میگیرن یا ازش میپرسن. در صورت یادمون رفته. خب آقای مهدی ذوالفقاری ممنونم که طبق معمول اخبار رو هر روز میفرستن، ولی انقدر ما این اخبارا به سرعت میاد و میره و برنامه من فکرش میکنم که خب دوستان دیگه زودتر از من به اخبار دسترسی پیدا کردن و فقط من میام در رابطه با این جریانات، یا اینجا بهش میگن current affair، یعنی چیزهای روزمره و این چیزهای کوچولو که تو مهمونی ها ازش صحبت میکنیم، اون بزرگا و اینها رو بذاریم برای کسایی که پوز میدن و سنگای بزرگ برمیدارن و معمولا سنگا رو میندازن رو پای اطرافیانشون که من و شما باشیم. و اما این رابطه با در رابطه با نمونیا، اگر کسی حوصله قرص خوردن و آنتیبیوتیک و اینها نداره، میگن آویشن که همون اورگانا یه روغنش و اورگانا اویل، حالا معلوم میفهمیم مثلا زمستون چرا باقالی رو با آویشن میخوردن، یا نمیدونم فلان موقع فلان چی رو با گلپر میخوردن، یا چلو کباب رو با سماق میخورن. حالا مینا میگه باز این گفت چلو کباب، سعید هم نشسته میگه به ساعت الان 12:30 من گرسنه‌ام شده چیکار کنم ما. خب باکتری، ویروس، نمونیا، روغن آویشن و اسمش هم هست فکر کنم اوریگانا اور، گلپر نیست، این آویشن باید باشه. و اما اون روز که رفتیم دکتر، فرداش به همون نتیجه، پس فرداش زنگ زدن گفتن اینها، ولی وقتی من تو برنامه صحبت کردم، همون دوستمون از خلیج، بله خلیج فارس، یه ایمیلی فرستاده، نوشته اولا من احترامم برای تو چند برابر شد که با این حال خرابت اومدی و برنامه اجرا کردی، ضمن این که نه مهمونی داشتی نه برنامه رو به کسی فروخته بودی و این اون تعهد خودته. حالا من میگم خدمت، آقای افشارها میگه وظیفه، حسین از ایران میگه نه خدمت نه وظیفه است، گیچمون میکنه بماند. درباره حسین هم صحبت میکنم. در صورت ایشون برای من نشسته سربی، سعی کن روزی نیم ساعت 20 دقیقه نیم ساعت توی آفتاب باشه. دوستان ما که از یه منطقه اومدیم که کشورمون آفتاب داشته و یاد گرفتیم توی آفتاب لباسمون رو خوش کنیم توی آفتاب، ما حتی میرفتیم استخر وای میسادیم توی آفتاب تا خوش بشیم، حوله کسی نداشت، کسی به خودش حوله نمیبرد اگه داشت بمانه. ایشون از اونجا اینو گفت، نوشت برای من. جالب اینه که توی برنامه دوست اون دکترمون برای من پیغام گذاشته، وقتی زنگ میزنن اینجا صدا داد، من بر نداشتم، رفت و رو پیامگی گفت که همه چیز خوبه و شما اون قرصایی که دادیم بخور، اضافه بر اون ویتامین د هم باید بخوری. ویتامین د یا ویتامین دی تو ایران میگفتیم، اون چیزیه که جایی که شما کمبود نور و اینها مثل آلمان انگلستان هست، شما با قرص یا با نوع دیگه بعض وقتا یه لامپای میخرن نور آفتاب به خودشون میدن اینها، ولی از همش بهتر همین آفتابیه که مجانی بهمون میدن. در اصل ممنونم از اون دوستمون، ممنونم از دکترمون، ممنونم که پیام گذاشت. و بریم سراغ آفتاب و ویتامین دی و واکینگ نمونیا رو، تا اونجایی که دانش من اجازه میداد به شما گفتم. آقای دکتر افشارها اهل مشهد هستن. چرا میگیم اهل مشهد؟ مثلا دیگران اهل شیرازن، من وحشی شیرازم. اتفاقا داشتیم یه شاعری وحشی بافقی. آقای افشارها چون در مشهد زلزله آمده، الان پیام پخش میکنم که آقای پتیک که ارمنی هستن، ایشون $100 برای من ارسال میکنن که من بفرستم برای هر کسی که میتونه اونجا کمک کنه. خود منم چون $100 ایشون میفرسته برای این، $100 یکی میفرسته برای کمک به بچه ها، منم $50 کمک میکنم، $50 به اون، دیگه نمیتونم به همه بگم مچ میکنم همون عمل. در صورت اگر شما در مشهد، اگر چیه میدونم که در مشهد آشنا دارید، فامیل دارید، مورد اطمینانتون هستن،
$150 از طرف من و آقای پتیک من به حساب شما میریزم یا هر جوری که خودتون صلاح کنید، این رو به این افراد برسونید. دوستان من یه فیلمی میدیدم دیروز، یه کسی، یه جوانی اومده بود یه مسابقه رو راه انداخته بود، گفته بود هر کی بیاد بازی کنه هفته $20 بده، نمیدونم بعدم یه پولی بریزیم تو این قوطی، بعد از مثلا یه فصل سه ماه یا 13 هفته جایزه میدیم، به نفر اول $600، به نفر دوم $400، به نفر دوم سوم $200. این آقا چون جوان بوده و بی تجربه بوده، مثلا فکر کرده 100 نفر میان 100 تا 20 تا میدن میشه $2000، خب مخارجش که در بره یه 600 تا یه 400 تا یه $200 $1200 میده، $800 هم خودش بابت این کاری که انجام داده. اولا اون تعداد نیومده بود، این اتفاق برنامه این جادجودی بود. جادجودی رو نگاه کنید، هم کلمات انگلیسی یاد میگیرید، اگه مثل من انگلیسیتون بده وقتی اومدید اینجا مجبور بودید برید کار کنید، باباتون بهتون پول نداده برید مدرسه، باباتون نمیدونم پاسپورت آمریکایی از روز اول تولدتون براتون نگرفته، توی ایران مجبور نکرده شما رو 3 زبان بلد باشی پوز بده بگه این پسر منم عین شاه 3 زبان صحبت میکنه ولی هیچ تو مغزش نیست. بنده وقتی اومدم آمریکا 30 سالم بود، 2 زبان قبلی بلد بودم، یکی فارسی یکی شیرازی یکی آلمانی. وقتی اومدم میرم روز سوم سر کار، انگلیسی هم که یاد میگیرم به خاطر آلمانی قاطی میکنم. من همیشه از خودم پرسم یه اسپانیشا که این کلماتشون اینقدر نزدیک به انگلیسی چرا زود یاد نمیگیرن، میبینم چون نزدیکه اتفاقا هزیتیت میکنن یا خودداری میکنن اون کلمه رو بگن. بماند در اصلا داشتم چی میگفتم کجا بودم یادم رفت، بعدن که این فیلم رو اگه ببینم یادم میفته درباره چی صحبت میکنم. همین دوستمون به من گفته بود آقا بعضی چیزا رو نصف کاره یادت میره ول میکنی میره. میگم والله میدونم برای که مینویسم، ولی دیدید آقای انصاری هم با وجودی که نوشته بود رفت سر یه موضوعات دیگه، وقتی برمیگردی رشته کلام از دست در میره. آها سر این ماجرای دادگاه خانم جادجودی که سالی $40 میلیون میگیره، گفتم والا سهم ما از تلویزیون چی شده؟ تهمت و فحش و توهین. سهم خانم جودی از تلویزیون شد چی شده؟ سالی $40 میلیون. توی این برنامه این خانم جادجودی به اون خانمی که اومده بود شکایت از این پسر جوان کردن، اولا به پسر جوانه گفت که مثل که تو وارد نبودی، درست میگم؟ گفت مثل که این بار اولت بوده این چیکار کرد، درست میگم؟ گفت بله. بعد به اون خانمه گفت که ببین من 2 دقیقه با این حرف زدم فهمیدم این وارد نبوده، فهمیدم این مرتبه اولش بوده. آخه تو که اومدی پول گذاشتی $20، حالا انتظار داری این $600 به تو بده، $400 به اون بده، $200 به اون بده؟ آخه بی انصاف، از خودت سوال کنین از کجا بیاره. گفتم حالا اگه ایرانی بود میگه آقا این مأمور جمهوری اسلامی باید داشته باشه. در هر صورت بعضی وقتا یک کمی انصاف داشتن، یک کمی مراعات کردن زندگی هممون رو راحت و آسوده میکنه. خب ممنون از آقای مهدی ذوالفقاری. و اما میگه که از نخست وزیر ژاپن، این رو پتیک فرستاده، ممنونم، از نخست وزیر ژاپن درباره راز پیشرفت کشورش سوال کردند، ایشان پاسخ داد ما به معلمانمان حقوق وزیر، مسئولیت دیپلمات و احترام امپراتور را داده ایم. میدونید که ژاپن هنوز که هنوزه سیستمش سیستم همون پادشاهی و امپراتوریه، ولی هیچ کدوم از ما امپراتور رو دیدیم؟ برای که داره مثل آدم امپراتوری میکنه، میذاره نخست وزیرش مثل سگ بود و این ور ور کار انجام بده، فضولی نمیکنه تو همه کارا. چی بگم؟ زمین لرزه‌ای به بزرگی 6 ریشتر لحظات پیش مشهد را لرزاند. به گزارش خبرنگار پارسینه، مشهد و چند شهرستان خراسان رضوی به شدت لرزید. شدت زمین لرزه به حدی بود که کاملا در شهر احساس شده و مردم همکنون در معابر عمومی حضور یافتند. البته مرکز این زمین لرزه سفیدسنگ خراسان رضوی بوده است. وقوع این زمین لرزه ساعت 10:39
بوده است. در پی این زلزله بسیاری از مردم محل زندگی و کسب و کار خود را ترک کردند و همکنون یا همینک بسیاری از تلفن‌های عمومی در مشهد قطع است. مثلا تلفن عمومی هم هست، یعنی هم تلفن عمومی ها تو ایران مجانیه یا کارتیه، نمیدونم اگه کسی تازگی رفته بگه، ولی میدونم که خیلی تلفن‌های همراه دارن از من و شما بیشتر. نزدیکترین شهرها به کانون این زلزله 24 کیلومتری سفیدسنگ خراسان رضوی، 38 کیلومتری قلندرآباد خراسان رضوی و 40 کیلومتری فریمان و همچنین نزدیکترین مراکز استان 81 کیلومتری مشهد و 319 کیلومتری بجنورد است. اون آقای عزیزی که چند هفته مهمان ما بودن، ایشون اهل بجنورد بود. خب پتیک یه پیغامی فرستاده، بعد دنباله اون پیغام گفته که گاگو جون توی تلفن که علت زلزله مشهد را بعد حجابی زنان اعلام کردم معذرت میخوام، علتش رو باید دزدی برادرزن تبسی تولیت استان قدس رضوی اعلام کنم. مرسی. حالا میرسیم پیام ایشون رو هم براتون پخش میکنم و ببینید چگونه پیام میذاره، کوتاه، مفید، مختصر، اگه جمله هست فعل، فاعل، مفعول همه رو گفته، میگه کی هست، برای چی پیغام گذاشته. 43 ثانیه ببینید چی میگه این جوان قدیم. کاکو جون صبح بخیر، فکر کردم امیدوارم تندرستی ایران را به دست آورده باشیم. قهر طبیعت یک بار دیگر مردم بدبخت ایران را تکان داد. زلزله به قدرت 6 ریشتر مشهد و اطراف آن را لرزاند. امید از صدمه به مردم درمانده نزده باشد، هرچند این آرزو باطل است و امروز هم آخوندها اعلام خواهند کرد چون زنان حجاب را رعایت نکردند زلزله حاصل شده است و ملت همیشه در صحنه هم مانند بره قبول خواهند. من $100 برای شما میفرستم تا به وسیله آشنایانتان برای نیازمندان ارسال دارید، هر چند کم است ولی بهتر از هیچ است. موفق باشید. ممنونم. دوستان 43 ثانیه سلام کرده، خودشو معرفی کرده، احوال منو پرسیده، ماجرای چیزو گفته، زلزله رو گفته، کمکشو انجام داده، نظرشو هم گفته. اتفاقا همون آخونده که میگه نه حاج آقا این به خاطر لباس یا سپورت نیست و به خاطر رأی شما توی دادگاه است، اون آقا هم مشهدی هست. حالا اگه کسی ایشون رو میشناسه اسمش رو بگه، من ویدیوهاشو میذارم روی فیسبوک، ولی فیسبوک وقتی میخوای بری پیدا کنی خیلی مشکله. ممنون و متشکرم. باز برگردیم، داشتم ماجرای این جادجودی رو میگفتم. وقتی که جادجودی به این خانم گفت اینجوری اینا، گفت نه خیر $1,200 این نداره، این $600 بهتون میده، چون نه این تونسته $2,000 جمع کنه، خب پس اون جایزه رو بی خود. بعدم برای شما نوشته وسط کار، نوشته که متاسفم نمیتونم، برید دنبال کارتون. بعد با وجود همه اینا اون خانمه چون آمده بود از دادگاه و اون پول رو نمیخواست، یعنی به حد کافی نتونست بگیره، دم در دادگاه که میان باهاش مصاحبه میکنن، خانمه گفت به خاطر افرادی که اینجوری اطمینان مردم را از بین میبرن شما از کمک کردن دریغ نکنید. هنوز افرادی که تو جامعه بشه بهشون اطمینان کنیم بسیار هستن. آقا خانم، من الان میتونم این پیام پتیکو پخش کنم، این تا میگم $100 رو میفرسه توی نامه میاد، یعنی این وقتی میگه پولش از گاف صندوق نمیدونم بانک برای من میتونم روش بیشتر حساب کنم. پیامشم پخش میکردم، به اینم دروغ میگفتم، $100 هم میسودم تو جیب خودم، حالا یا میرفتم چلو کباب میخوردم چاختر میشدم، یا میرفتم عرب میخوردم خرتر میشدم. ولی اون که شروع میکنه، منم میگم خب سوربی، اگه این $100 میده تو هم حالا به واسخ خودت، حالا بابا بزرگ شدی دیگه همش فکر 90 هستی، $100 نده $50 بده. بعد این وسط آقای افشارها میبینیم، میشناسیم، میدونیم، یا به قول همون مسئله که خودشون گفتن اون شخص مشهدی هستن، ببینیم زلزله در خراسان، آقای افشارها مورد اطمینان، مشهدی، پتیک، سوربی، این 5 نفر با هم وصل میشه. آقای فولاد بند بدبخت
هی میگفت این دست ها اینجوری میشکنه اونجوری نمیشکنه، بعدم کردنش تو گونی گویا بردنش. آقا خانم منتظر دولت نشینید، اونم دولتی که شماها فوشش میدید میگی دولت بدیه، جاهای دیگه که دولت ها خوبن باز مردم خودشون کمک میکنن، باز انجمن ها دارن، نمیدونم همسایه ها هستن، مردم طبیعت رو تمیز میکنن، خیابون رو تمیز میکنن. شما از صبح تا شب دارید فوش میدید، من میگم شما درست میگید، ولی همون موقع از تو میپرسم باید احمق باشید که به یک کسی فوش میدید که دزده بده، بعد نشستید ازش انتظار دارید این که دزده بده ولش کنید برید به کارتون برسید، بعدن که قدرت پیدا کردید مثل اسم آقای فاضلاب ببخشید آقای فاضلی برید یکی یکی اینا رو اعدام کنید. دیدید چقدر آقای فاضلی قبل از اینکه خودش بمیره استاد کاراته بود، نمیدونید چه پوزی میدادید، پیر مرد ببخشید اگه یک کسی عدسه محکم میکرد اینو باد میبرد، یه چیزی افساری انداخته بود تو گردنش به این بزرگی. این گردنبندایی هم که میندازید این طلاها اینا شعور نشونه نفهمیه، اولا طلا برای مرد ضرر داره، برید بخونید. خانما بله تا میتونید براشون بخرید براشون هم خوبه، هم برای پوستشون هم برای مثل که چیزای خون رو، حالا دیگه خانما از فردا هم میرن به همسرشون میگن اینها این سوربی گفت عزیزم شما هم باید برام طلا بخرید. چیکار کنیم؟ ما یه حرف که میزنیم صد نفر مودی میگن مدعی پیدا میشه. خب قبل از برنامه من آقای احمدعلی مسعود انصاری بود که تا دوشنبه این دوتا برنامه رو با هم میبینید، از دوشنبه برنامه ایشون اون قسمت جدا میشه. بازم از اون دوستمون که این دو برنامه رو سپانسر شدن حمایت کردن ممنونم، امیدوارم برنامه های دیگه ای بتونیم داشته باشیم ولی به این صورت نباشه، چون نمیدونید چند هفته طول کشید تا ما تونستیم این دو برنامه رو اجرا کنیم. و اما راجرای شهرام و همایون رو گفتم و با چه آب و تابی آقای همایون آمدی مریضی، خود منم به شما میگم ولی گوش نمیدم، بند خدا برو دورات نقاهتت رو بگذرون، فکر تلویزیون و فکر پول و فکر سیزده به در که آخ 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 امسال من نبودم کسی هم پرچم نیاورده بود. همینجا وایس آقای همایون این همه سال پرچم آوردی الان هم دیگه رسم شده مسابقه به هم گذاشتن هی پرچمای بزرگتر هی پرچمای بزرگتر، به کجا رسیدی؟ نیویورک یه مش پیرپاتاری سوار میکنیم میای اینجا شبم میریم توی رستورانی میشینیم عرق میخورین و بلند میشین میرین هی پرچم هم گرفتین دستون مثل هر کی ندونه شما فکر کنه شما رعشه میگن آره رعشه درسته فکر کنه شما رعشه دارید. برو آقا اون خانومه یا اون آقایی که اون برنامه سیزده به در رو گذاشته دیده آقا هر کسی مثل شما آمد نظرش رو گفت، مثل سوربی آمد نظرش رو گفت، شما تعریف از شاه میکنی فقط شاه پرستار طرفدارتن، بنده تعریف شاه رو نمیکنم حقیقت رو میگم، شاه اللهیا به ما نه پول میدن نه محبت دارن. اون زرنگ اون خانمه با اون تلویزیون شما خانم سیمین تهرانی، میدونید من از هیچ کسی نه ترس دارم نه خوف دارم نه واهمه دارم، بارها گفتم من از خدا هم نمیترسم، به همین خاطر نه از شیخ میترسم نه از شاه میترسم، بله از خریتشون میترسم فرار میکنم وقتی میخواد من رو بکشه ملا نصرالدین دویدن دنبالش فرار کرد گفت کجا داری میری؟ گفت شما همینجا وایسید من برمیگردم. تو کاراتم به شما یاد میدن که در برید. آقای استاد اینجا هست آقای مظاهری سنسی مظاهری، این از قدیم یه اسلحه و یه چوب تو ماشینش، یا شما که استاد کاراته هستی گو آقا این احمق 14-15 ساله یاقی یه هفته رو خرید 20 دلار این که کاراته سرش نمیشه که من حالا بگم کاتا برم فلان برم اون به من شلیک میکنه منم باید از خودم دفاع کنم. بمانه آقای شهرام همایون شما نشین برای خانم عسل پهلوان که این فامیل پهلوان هم از این فامیل باید بگیرن، البته بدم نیست چون ما داریم کسایی که کورن بهشون میگن روشنعلی نورعلی کسایی که کچل هم بهشون میگن زلفعلی، این آقای عباس پهلوان هم یه آدم کوتوله انقدی اسمش فامیلش پهلوان، حالا دخترش هم ماشاءالله هم کوتاست ولی تا دلت بخواد بلنگو، فامیلتون عوض کنید بذارید بلنگو، خانواده بلنگو.
شما میای برای اینا تعریف میکنی که 13 سالت که بوده این همه کار انجام میدی. تو قسمت دخترا تو اردو بودی، اولا چرا گذاشتون شما رو تو قسمت دخترا؟ 19 سالت که میشه دیگه کم مونده بود بگی سفیر کبیر ایران بودی توی کشوری، رئیس نمیدونم مدیر فلان روزنامه، خبرنگار فلان جا، شرکت خودم رو داشتم، معاون نمیدونم پلاسکو بودم. آقا یه روزی من میخواستم با این آقای حخا مصاحبه کنم، بهش گفتم شما برای من بنویس کجا کار میکنی که من وقتی میخوام بگم این آقا اینجا کار کرده، اینجا یه لینکی فرستاد. دوستان دور از جونتون 28 جای مختلف مقامای خیلی مهم نوشته بود من دارم، مسئول پرواز فلان، مسئول خط‌کشی جاده های هواپیمایی، مسئول نمیدونم. گفتم آقا این یه نفر از عهدش بر نمیاد، از عهده یه نفر یکیش، تو چی آخه چرا مزخرف میگی؟ ولی خوشمون میاد ما یه سری نشستیم که مزخرف گوش کنیم و پول میدیم. برید نگاه کنید برنامه آقای شهرام همایون، این دو نفر نشستن با اون آقای چیزم بعد میاد آقای مفید، 10,000 دلار حالا یا راست یا دروغ جمع میکنه. حالا ما اینجا امروز چندم 16 عیده میگیم بابا عید آمد و ما لختیم، هرچی به شما گفتیم هی لندیدید و هی قندیدید انگار که به فلان گفت. چجوریه؟ ما بلد نیستیم دیگه، اونا بلدن. خلاصه آقای شهرام همایون حالش خوبه، تنها نگرانی که داره اینه که 13 به 10 پرچم نبرده، و سالایی که پرچم برده میشد چه سالی میشد. امسال که پرچم نبرده ایشون، میتونیم بگیم شاید این زلزله مشهد مال اینه که ایشون پرچم نبرد. آقای شهرام همایون به دوستانتونم بگید با دو سه نفر که مخالف عقیده شما هستن صحبت کنید، تا بلکه شما ببین میگی از امروز 62 سالته، یه جا میگی 61 سالمه یه جا میگی 62 سالته، از 13 سالگی هم میگی کار کرد، 50 سال دارید این حرفا رو میزنید، نتیجهش این شده که امروز افتادی توی نمیدونم گوشه از دنیا، نه کشور داری نه سلامتی داری نه چیزی داری. آقا روشتون عوض کنید، روشتون درست نبوده، اگر روشتون درست بود به اینجا نمیرسید. اینه باز برگردیم به جاجودی و اون خانمه، گفت اعتمادتون رو به خاطر اینی که بلد نیست از دست ندید، به دیگران هم کمک کنید. من بارها گفتم وقتی به جایی میگم مثلا تو مهمونی هستم میگم یه همچین سازمانی کمک کنید، طرف میگه آقا از کجا ما بهش اطمینان کنیم؟ میگم والا من نمیدونم، من اطمینان میکنم و وقتی هم پول رو میدم دست اینا امیدوارم برسه، و این امیدوار بودن، این اطمینان کردن، این تیب خاطر، بعضیا تیب خاطرم میگن، آقای افشارا اینم بنویس کدومش درسته، تیب خاطر یا تیب خاطر. ضمناً از کجا ما این کلماتو میدونم، معین هست، ده خدا هست و اینها، بفهمیم ا ا او چجوری میشه زبان فارسی رو یاد گرفت بدون اشتباه خوند، چون زبان فارسی ا ا او بالاش پایینش نمیذاره. و اما حسین آقا از ایران، بریم روی تلگرام و پیام حسین رو بشنویم، و من یک نصیحت دوستانه به این آقا حسین کردم ولی ایشون خیلی بدش اومد. بهش گفتم آقا ما سر دو تا موضوع مشخص، یکیش واقعیت یکیش حقیقت، یکی دیگرش هست مثلا این آقای شبستری خیلی تکرار میکنه و میگه، شما آمدی مثالایی که میزنی خودت رو بذار جای من، ببین آقا چیزی متوجه شدی؟ من میگم آقا من متوجه نشدم، شما آمدی میگی آقا واقعیت که دیگه خیلی معلومه، اون چیزی که واقع شده واقعیته، حقیقت هم که خیلی معلومه. خب قربونت برم اگه معلومه اینجور که شما داری میگی، پس بنده خر تشریف دارم که بلد نبودم تا امروز، و شما به من بگو اگه واقعیت اون چیزی که وقوع پیدا کرده چرا این همه ما مشکل داریم توی تاریخ، توی دادگاه ها، توی روابط دوستانه، توی روابط نمیدونم سیاسی. طرف میگه آقا اینجوریه، اون میگه نه آقا اینجوریه، اینا رو برای من تعریف کن. آقای وظیفه و خدمت، آقای افشارها
آمده توضیح داده. من توضیح آقای آریانپور رو شنیده بودم، فکر میکردم این درسته. آقای افشارها آمدن توضیح دادن اینجوری میگن، حالا ببینیم شما چی میگید و الی آخر. و اما حسین بذارید پیامش من پخش کنم، یه مقداری اتفاقا براش نوشتم که پیام شما رو فردا روی میز تشریح باز میکنم. میدونید که من اینجا یک جریانی رو راه انداختم ندیدم جای دیگه، مصاحبه غیابیه. از وقتها محاکمه غیابی میکنیم. این مصاحبه غیابی من با حسین آقا از ایران، بشنویم با هم. بفرمایید حسین آقا. سلام، سال نو مبارک، امیدوارم ایام عید به شما و خانواده خوش گذشته باشه، سیزده به درتم خوب و خوش رفته باشه و از دست یهودیا فرار کرده باشه که نکشنت، خونتو در جشن پوریم سر نکشن. بفرمایید. یه بزرگی ناراحت شدن نداری که اولا سلام. عزیز من، شما از بس عصبانی هستی سلام نمی کنی. اول میگی ناراحت شدن نداره. آقا سال نوت مبارک، سلام، حالت چطوره؟ بفرمایید. که من تعجبم که یه چیزی به این سادگی رو شکی نمیاد به جواب بده. از دوال خارج نیست، یا بیننده نداری یا اینکه عباس بد اخلاقی میکنی، کسی نمیاد رو خط. جون هر دوتاش. من اصلا بیننده ندارم، از اون ورم بد اخلاق ترین آدم روی کره زمین هستم. امروز از خودت شما سوال کن، چرا شما به برنامه یک آدم بداخلاق توجه میکنی، وقت میذاری، جوابم بهش میدی؟ پس اگه اینا رو پیدا کنی، تمام این سوالی که کردی و این اظهاراتت یه اظهار بیخود، عصبی، و شمایی که به من میگی چرا ناراحت میشی، شما بیشتر ناراحت شدی. دوست عزیز، اگر من و شما همدیگر رو نشناسیم، انتظار داری آمریکایی‌ها ما رو بشناسن؟ ما همدیگر رو میشناسیم. میگم آقا من آقا تحمل پذیرم، چی میگم انتقاد پذیرم، تحملم روی صده. اولین کلمه‌ای که یه نفر میگه میپریم، میخوایم بگیریم بزنیمش بکشیمش. آقا شما یه چیزی گفتی، من بهت گفتم این طول و تفسیری که گذاشتی چیه؟ شما مثلا اینجا اینو نوشتی: اما در تعریف خدمت و وظیفه، آقای سربی، ما برای هر موضوعی اسمی و تعریفی داریم. معلم بودید، ما اول برای عمل جمع علامت مثبت و برای علامت. دوستان فکر نکنید من دارم مزخرف براتون میگم، بذارید نوشته ایشون رو نشون بدم، چون این توی تکنیک تلویزیون اینها، این کلک زدن و مزخرف گفتن و اینها رایجه، ولی من بهتون نوشته خود این رو بهتون نشون میدم. دوستمون آقای حسین آقا از ایران، صداشم قبلا پخش کردم، خیلی هم آدم خیریه. حتی به من گفته بود شما یه ترتیبی بده من یه پولی بفرستم برای اونایی که تو ایران برای سگ کمک میکنن، یکی دیگه به شما کمک کنه. گفتم آقا شما همون به سگا کمک کنید، من خوشحال و راضی هستم. ببینید دوستان، این حالا فکر میکنه قسمت اولش رو توضیح داده خوب درباره واقعیت و حقیقت، حالا آمده سر موضوع دوم. اما در تعریف خدمت و وظیفه، آقای سربی، ما برای هر موضوعی اسمی و تعریفی داریم. معلم بودید، ما اول برای عمل جمع علامت به اضافه و برای آن تعریفی در نظر گرفتیم و همینطور برای دیگر اعمال ریاضی. سپس توانستیم محاسبات ساده و سخت و پیچیده را حل کنیم و امروز به دیگر کرات سفر کنیم. من به این دوستم گفتم آقا این مزخرفات چیه؟ این سفسطه ها چیه؟ شما امروز قرار راجع به وظیفه و خدمت صحبت کنی؟ ما گفتیم خدمت اونیه که بدون پول انجام بشه. آقای افشارها گفته نه، خدمت شما پول میگیری که خدمت کنی، با همین خاطر میگن خدمتکار. آقا این کرات دیگه علامت ریاضی معلم بودن من، بعد این خیلی ساده است. شما همین که میگنید یعنی توهین میکنید به طرف. آقا این که خیلی ساده است، شما نمیفهمی؟ عزیزم عذر میخوام ازت، معذرت میخوام، من آدم نفهمی هستم. اگر به فهمای ما شما هستن که با نفهم ها اینجوری رفتار میکنن، ترجیح بده من جزو نفهم ها باشم. من ترجیح میدم جزو نفهم های جامعه همون باشم. بشنویم این دوستمون حسین رو. این شک نکن غیر از این چیزی نیست، چون من اکثر این رو گوش میکنم شما رو. اولا وقتی شما دو حالت میگی، چجوری امکان داره من نتونم شک کنم؟
شما میگید یا بیننده نداریم یا اینا از بد اخلاقی من میترسن. بعد به من میگید شک نکن. خب این که میشه 50-50، یعنی مثل کسیه که شک میکنه که نماز خونده یا نخونده. این که خود شکه که شما داری میگی. عزیز من حسین آقا بفهم، به هر حال تصادف من که شما رو که نمیشناختم، به هر حال اومدم گوش کردم، دیدم بعضی برنامه ها جالب، گفتم ادامه بدم، مخصوصا از من آقای پسرخاله فرح آقای احمد از مسعود انصاری بماند. حقیقت واقعی انقدر که این ساده است که واقعی هم اتفاقی رو میگم واقعی مثل سراب. حالا دوستان نگاه کنید، انقدر این ساده است مثل سراب. سراب چیزی که وجود نداره، ولی شما وقتی یه جایی هستی به خاطر نور و به خاطر فیزیک و بعضیا به خاطر هلوسینیشن فکر میکنن اونجا آبه، ایشون میگه به همون سادگیه. بعد آقا اصلا آشنایی شما با من چجوری تصادفی پاتون خورد به کنترل منو دیدی، اینا چه ربطی داره؟ شما دو تا موضوع رو میخوای بگی، سه هفته است توش گیر کردی. این که من حرف نمیزنم، یه دفعه به آقای فاضلی زنگ زدم گفتم آقا من یه راهی پیدا کردم شما پول ستلایت رو نصفه پرداخت کنی. اینم خوشحال گفت بگو ببینم، آخه من اذیتش میکردم گاهگاهی. گفت چطور؟ گفتم آقا شما حرف که میزنی، دو دقیقه که حرف میزنی یه نگاه تو تلویزیون میکنی، دو دقیقه مکس میکنی، نگه کردن عاقل اندر صفی. خب آقا به این ستلایت زنگ بزن بگو آقا من نصف برنامه را استفاده میکنم. کلی هم به این فوش داد. بفهم غلط باشه، اما حقیقت دور خورشید. چرا بقیهش نخوندی؟ همش دو خط دیگه مونده. الان میخونم، الان میخونم. گفت ماهی را هر وقت از آب بگیری، به ما گفتن تازه است، اشتباه کردن، هر وقت ماهی را از آب بگیری میمیره. بفهم الان براتون میخونم دوستان. جناب پارسا باز قاطی کردی. آخه کدوم انسان شریفی مؤدبی به دوستش وقتی میخواد بگه این چیزی رو که میگی اشتباهه، که این دوستش اومده میگه آقا اون چیزی که اون روستا من میگفتم، حالا آقای افشارها ما رو به چالش کشیده، دوست بیننده من دانشمند آقای حسین آقا نظر شما چیه؟ دوستان ما آدمای بی تربیتی هستیم، ما تا یک کلمه میدونیم فکر میکنیم دنیا رو گرفتیم. آقا شاه آدم بی سوادی بود، چهار تا عوضی افتادن دوربرش، این فکر کرد خدا شده. آقا شما چهار تا تلویزیون نشستی نگاه میکنی، الحمدلله شغلت خوبه، خرید فروش میکنی، نمیدونم چه کار هستی، پول داری، کار نمیکنی، چهار تا تلویزیون، چهار تا خبر به گوشت رسیده، الان فکر میکنی دانشمندی، تمام مسائل رو میتونی حل کنی و میخونی حقیقت و واقعیت و اعتقاد و عقیده. آقا من کی راجع به اعتقاد و عقیده صحبت کردم؟ حقیقت فقط و فقط یک چیز است، این واقعه است که هر کس به تصور خودش تعریفی دارد. شما که گفتید واقعه همونه که واقع میشه. در گذشته که دلیل ابر و رعد و برق و باد و طوفان و فلک و آتشفشان و طلوع و غروب خورشید و بیماری ها و مرگمیرها را نمیدانستند، بازار جا دوست عزیز ما تا اینجاش که رسیدیم گفتیم آقا این مزخرفات چیه؟ جادوگر چه کار به این تعریف داره؟ تو بچت اگه بیاد ازت سوال کنه بابا شما که یه عمری ازت گذشته، سربی عکستو دیده، ریشت سفیده، به قول معروف محسناتت سفیده، اما حقیقت و واقعیت چیه؟ شما فوشش میدی، اول بهش میگی بچه قاطی کردی، بعدم بهش میگی در حقیقت وقتی که نمیدونم جادوگران بودن، بهش میگی بابا اینجوریه یا یه مثالی میزنی؟ حالا پس فردا باز میگه آقا نخوندی، من اینو میخونم دیگه قطعت نمیکنم. بفرمایید. و طلوع و غروب خورشید و بیماری ها و مرگ و میرها را نمیدانستند، بازار جادوگرها و رمال ها دابو. امروز کسی باور نمیکنه که کسوف را با زدن تبل و زنج و باعث میشه خرچنگ ماه را گاز گرفته ول کنه و از این قبیل.
قاطی کردی آقای سربی. حقیقت فقط و فقط یکیش، مثال تصادف که هر کی میگه سبز بود که رد شدم و عقیده و اعتیاد اوست، یا راست میگه یا دروغ. اما امروز دوربین حقیقت رو میگه، هر کس قاضی خود بشه مسلم راضی برمیگرده. پس حقیقت رعد و برق و ابر و باد و زلزله و آتش فشان و گردباد و فقط یک جوره. مگه میشه هر کسی یک جور به عقیده خودش تعریف کنه؟ خدا جهان را در 5 یا 6 روز آفرید و یا خورشید در لجن فرو میرود؟ فکر کنید نتیجه زیاد سخت نیست. دوستان، تو رو به شرفتون، تو رو به مذهبی که دارید، تو رو به دینی که باور دارید، بیاین با این حسین آقا صادقانه بگید شما چیزی فهمیدید از این دو موضوعی که ایشون توضیح داده، یکی درباره حقیقت و واقعیت، یکی درباره خدمت و وظیفه. حالا اجازه هست برم سراغ پیامتون؟ بفرمایید حسین آقا. مگه میشه که آقا قبلا میفهم میکرد نخوندی دیگه، هم اولش گذاشتی پقیه شد که مثلا خود حق به جانب گرفتی. مگه میشه چی؟ مگه میشه که آقا قبلا فکر میکردن نخوندی که. دوستان جمله رو نگاه کنید. مگه میشه که این فعلش کجاست؟ فاعلش کجاست؟ مفعولش کیه؟ نخوندی دیگه. یعنی من اگه اینو میخوندم حماقت من میرفت و من مثل شما میشدم؟ اجازه بده من همون احمق باقی بمونم. حسین جان خراب کردی، واقعا خراب کرد. نمرت 20/2. معلومه خورشید چجوری میره؟ آقا معلوم نیست، آقا معلوم نیست، سوال کردم. آمریکایی‌ها میگن، خودمونم گفته بودیم، ندانست پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است. که ندانستن عیبش اینه که اگه نری بپرس، وقتی میپرسی عیبش رد میشه. اینجا میگن there is no stupid question، یعنی هیچ سوال احمقانه ای نیست. شما هی با تکرار این که آقا مگه میشه، آقا مگه نمیدونی، من توی مهمونی ها 100 بار میگم آقا شما نمیدونی شهرام همایون مأمور جمهوری اسلامیه؟ میگم نه. شما میدونی؟ شما تو دفتر جمهوری اسلامی کار میکنی؟ شما چکشو میاری؟ دوست عزیز این کارا رو بذار برای تو مهمونی هایی که نمیخوام بگم دور منقل، یا دور عرقی هستید یا سیگاری میکشید، چیزی برای اونا اجرا کن. ما آقا دیگه پوستمون کلفت شده. بله مگه میشه؟ جوابش اینه، میشه. یه نفری شیراز بزرگ شده، آلمان زندگی کرده، آمریکا هم آمده، بچه هم داره، حالا هم نوه داره، این هنوز احمقه. آقا یه چیزی رو نمیدونم از تو سوال کردم، گناه کبیره کردم، بیا مارم مثل آقای حلاج بوده بکش بد نمیدونم چی. مگه میشه آقا؟ مگه نمیشه؟ مگه میشه شما ندونی که آقای شبخیز مأمور جمهوری اسلامی؟ آقا من نمیدونم، شما میدونی؟ بیا من تو تلویزیون نشونت میدم، میگم مردم این آقا میگه شبخیز مأموره، حتما چکشو ایشون میگیره میاره. خب تا حالا چیزی فهمیدید از این ماجراها؟ حسن برنامه من اینه که شما میتونی هی ببری عقب، نگاه کنی، استاپ کنی، برگردی، ببینید دوستان اینا هستن که تو ایران نشستن از صبح تا شب به آخونده فوش میدن. ولی خداییش از خودمون بپرسیم آیا ما لیاقتی بیش از این آخونده داریم؟ بفرمایید. میکنه طلوع میکنه این حالا در قرآن یه جور آمده، تورات یه جور آمده، خب تشخیص نمیدادن از اینا خورشید نه غروب میکنه تا طلوع میکنه. الان بچه 3 ساله هم بگید حالا یعنی شما چقدر شانس آوردید که این حسین آقا بیننده تلویزیون ما هست و شما امروز فهمیدید که خورشید چجوری طلوع میکنه، غروب میکنه. و خورشید طلوع نمیکنه، غروب نمیکنه، اون چون پشت ما میچرخیم. حضرت جعفر هم گفته میره تو سطل آشغال، اون یکی هم گفته میره تو دریا. این یه بچه 3 ساله هم میدونه. حسین جان راجع به همه چی گفتی، راجع به اون چیزی که نه من میدونم و نه تو میدونی نرفتی تحقیق کنی. حالا امروز برو تحقیق کن آقا. خیلی ساده به من بگو حقیقت چیه، واقعیت کدام است، وظیفه چیست، خدمت کدام است. خیلی ساده عزیز من. من داشتم شاگرد که میان بهش میگیم آقا این سیم برق مثلا RST، اون یکی هم 0 0 هرچی، چرا اینجوریه؟ نخونده حساب فنی، رسم فنی، درس فنی رو نخونده. میاد میگه آقا توی کوچه ما وقتی برق میاد پایین تلویزیون ما اینجوری میشه. من میگم خدای من چیکار تلویزیون شما دارم؟ من چیکار آفتاب داشتم؟ من چیکار مهتاب داشتم؟ دوستان کارمون خیلی خرابه.
این یک کسیه که من بهش اطمینان کردم، فکر کردم یه بیننده، نمیخوام بگم با شعور، بی شعور نداریم که ما، یه بیننده که یکم فکر میکنه. این دکتر طهماسبی میگه بابا جون یکم تأمل کنید، تحمل کنید همدیگر بشنوید، تأمل کنید، در موردش فکر کنید، برید مطالعه کنید، بیان جواب بدید. شما یه بار نوشتی، ما اومدیم نوشته تو جواب دادیم، گفتیم آقا خیلی ممنون، حالا پیام گذاشتیم، ببینید بشنوید از پیام ایشون شما چی درک کرد. مدرسه رفت اینا رو میدونن، گرچه ندیدن ولی میدونن دیگه، فیلم هست، انیمیشن هست، اینترنت هست، نقاشی هست، توضیح واضحات هست، ولی آخر همین عباد من ربطی نداره. یعنی چی؟ آنچه که ابر ایجاد میشه یه اتفاقی افتاده، رعد و برق یه اتفاقیه که افتاده. و چیه؟ ها قدیما نمیدونستن یعنی چی، تبل میزدن فلان میکردن، که حالا یه سری هم بودن که عمرشون بیشتر بود میدونستن این چیه. جان عزیزت اگه چیزی میکشی به من بگو چی کشیدی تا من پیدا کنم تو این حالی که شما هستی من باید برم. ممنونم ازت، متشکرم ازت. ایشون یه جایی میگه که زمانی تلویزیون رنگارنگ ادعا میکرد دانشگاه هست، امروز که چی؟ حوزه علمیه خوم هم نیست. آقا حالا هم موقعی که دانشگاه بوده شما فکر میکردید استادش هستید، به کجا رسید این بیچاره داور؟ والا بلا به هر کدومتون بگن بیا مثل این زندگی کن، حاضر نیستید 6 ماه مثل این زندگی کن. توی خونه ای نشسته 30 سال تو همین خونه هست، خونه هر لحظه ممکن بریزه پایین، یه ماشین قرازه 1000 دلاری هم داره، این تلویزیون رو داره با چنگ و دندون میچرخونه. بله آقای مهران که میومد ما آدم مینداخت تو گلوش، بله این دانشگاه رنگارنگ. آقا از این دانشگاه رنگارنگ چی فارغ التحصیل شد؟ بله ما هم پوز میدیم میگیم آقا ما کلاس نیست، مدرسه نیست، دانشگاهی که شما بری. آقا نخواستم. اگه دانشجو شما هستی حسین آقا اینجوری میری تحقیر میکنی، دوستان من غلط کردم، من از تو عذر میخوام، این دانشگاه رو ما امروز درش لجن میزنیم، ببخشید آقا، متشکرم، مرسی که شما بیننده من بودی. حالا یه سوالی از شما دارم، شما الان نزدیک 1 سال با من کلکل میکنی، برو آقا تلگرام رو بذار، برو نمیدونم نوارتو آدیو کن، برو این کارو بکن، برو اون کارو بکن، یک قدم که شما برداشتی در جهت این تلویزیون چی بوده؟ کدام روز گفتی سوربی شما اگه این فیلم رو اینجوری کنی من برای 4 نفر از دوستان پخش میکنم؟ بذارید بیرو درواسی با هم صحبت کنیم، خجالت بکشیم از خودمون، خجالت بکشیم از خودمون، که حتی به یک کسی اجازه نمیدیم بیاد بگه من این رو بلد نیستم، شما بگی اه منم بلد نیستم، برم دنبالش، مزخرف میشینیم میگیم یکی دیگه بچه ها میدونم، بچه ها سه سالان میدونی که دیگه احتیاج به گفتن نداری که، تکرار مکررات. اونو من میدونم، اگه شما میدونی تکرار مکررات رو چرا گفتی؟ پس نمیدونی. تفاوت من با شما اینی که من میدونم نمیدونم، شما هنوز نمیدونی که نمیدونی. آن کس که بداند که نداند، گفت چی لنگ لنگان خرک خیش به مقصد برساند، آن کس که نداند که نداند، تا ابد و در یه چیزی در جهل مرکب یادمون میره. مرسی، از شما هم ممنونم دوستان. پیام پتیک ممنون و متشکرم، توضیحشم بعد نوشته بود که حتما این آخونده میان میگن اینجوری، بعد گفت نه من میگم، این توضیحش اینه که برادرزاده فلانی به اصطلاح یا برادرزن فلانی مسئول چیز دزدی کرده. خب بریم سراغ نوشتهایی که اینجا داریم، ساعتم 4:20 است، ولی امروز یادتون باشه این برنامه اگر 3 ساعته میشه به دلیل اینی که 1 ساعت برنامه آقای انصاری بوده، ما معمولا با شما 2 ساعت هستیم، ولی امروز سعی میکنم روی 1.5 ساعت 90 دقیقه برق رو بکشم بیرون. داوود نظیری زاده، رابط جمهوری اسلامی و آلمان، این عکس رو آقای دکتر حسن ماسالی هم برای من فرستاده بود، ضمناً از دکتر حسن ماسالی هم خواستم که در سال جدید بیان و روزی مهمون ما باشن و با هم صحبت کنیم. این ماه خیلی گرفتار کارا و کتاباشون اینها هستن، حالا ببینیم که چی میشه. ببینیم فری چی گفته. جناب سوربی ما یک فامیل داریم که
فه حسین از چرت و فرخان نمیدونم. بذار ببینید چیه. من تو این دوربینه که نگاه میکنم یه تیکه از نوشتتون رو میتونم بخونم. باید بیام روی فیسبوک تمام نوشته رو بخونم. این دوست ما اسمش فریدونه، اینجا مینویسه فری، احتمالا برای که کوتاه و مفید و مختصر باشه، آلمانیا یا هر کجایی که زندگی میکنه آسان‌تر باشه. بعد من به اشتباه فکر کردم ایشون یک بانویی هست و ایشون برای من نوشته آقا من همشهریت هستم و اینها. از این بابت بازم ازش عذر میخوام. داوود نظیری‌زاده، رابط جمهوری اسلامی و آلمان، منبع وبسایت فروم ایرانی. داوود نظیری‌زاده عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان SPD، عضو جامعه اسلامی شیعیان آلمان IGS و عضو بنیاد فردریش پرت وابسته FESS وابسته به حزب سوسیال دموکرات، یه مشاور اقتصادی و تجاری از ویسبادن است که بعد از توافق‌های برنامه‌ریزی سفر هیئت تجاری آلمان به ایران بر عهده وی گذاشته شده است. من اصلا مهم بودن این خبر رو درک نمی‌کنم. حالا امیدواریم مفسرانی مثل آقای آقای چارلنگی بیاد برامون تفسیر کنه که چیه. آقا همه این دولت‌ها همینجا تو آمریکا ببینید در نام چه گندی بالا اومده. بعد از انتخابات که سر صدای دست داشتن روسیه در انتخابات آمریکا و رأی گیری و انتخابات و به هم ریختن و اینها بالا اومده، این نادان ترامپ باز کفایت نکرده، استاب نکرده، رفته یه نفر دیگر رو گفته شما بروشون، شما تو دولت نیستی، با اینها قرار مدار بذاری، تحت کنترل نیستی. حالا اون کیه؟ اون برید بزنید اسمش رو، اریک پرینس، کسیه که یه شرکتی رو درست کرد، این شرکت ارتش بود برای استخدام، اینجا بهش میگن آرمی فور هایر یا کانترکتور آرمی. این کسی بود که یه عده‌ای رو میبرد افغانستان و عراق و اینها، پولهای سرسام‌آور، یه لیوان آب که اینجا ما میخریم 20 تو آب سل میخریم 10 سنت، معمولیش 25، یه جا گیر بیفتیم میفروشن 1 دلار 2 دلار 3 دلار. اینا که با هواپیمای آمریکا و فلان اینا میبرن اونجا، اینا رو به من و شما به عنوان به اصطلاح کسی که شهروندیمو داریم مالیات میدیم 7 دلار حساب میکنن، چه پولایی به جیب زدن. ولی یه جای دیگه بعضی هاشون خودشون غیرتشون وجدانشون شرفشون میاد میگه آقا اینا رو شما ریختی تو این خونه کشتی 14 نفر اینا بمانه. این آقا یه آدم خیلی بدزاد بدتینتیه و نشونه دیگهش این که ایشون برادر اون زنی هست که الان شده وزیر به اصطلاح ادویکیشن، آموزش و پرورش، که خودش یکی از بی سوادتر، ولی اینجا پول. این همینه که میگفت که باید تو مدارس اسلحه نگه داریم. خب شاید یه خرسی اومد حمله کرد، معلمه باید اسلحه رو برداره به خرس تیراندازی کنه. این آقا الان پاش تو گل گیر کرده و میگن که تو این ماجرا یکی میره زندان. آقا این رابطه و اینها من نمیدونم، شماها 38 ساله دارید میبینید هنوزم اکسایتد میشید، هیجان زده میشید. احمدی نژاد گفت آن آقایی که مرد، منظورش رفسنجانی، فرمان حمله به من را صادر کرد. حالا این شده خبر مملکت من و تو. ای وای بر من، اون بیننده تلویزیون من در ایران، این من مجری، وای بر شما، این خبر وای بر هممون. زانو زدن وزیر و به خاک افتادن وی در برابر شاه. حتما دیدید که خامنه ای میره تو کوه، میشینه یه جایی، اونجایی که تهشو گذاشته متبرک میشه، نمیدونم میان مینسن اینجا نشست، میره یه جایی رد میشه، بچه ها جوونا میان نمیدونم جای پاشو ماچ میکنن و میبوسن اینها. و ما ایرانیایی که اینقدر سلطنت و پادشاهی اینها ماها رو واقعا با سواد بار آورده بود. شما ببینید یکیش منم با سواد، یکیش این حسین آقا. حالا ببینید چی می‌نویسه. اولا این دوست ما از شیراز، همشهریمون، اینو اگه یادتون باشه من اون وقتا به عنوان همشهری از شیراز ایمیلاشو می‌خوندم. حالا از من قهر کرده چون من راجع به همین برنامه آقای
میلانی و اینها، بهش گفتم بابا این آقای دکتر میلانی ایشون هم پسر پیغمبر نیست، تازه پسر پیغمبران دیدید که پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. این آقای دکتر عباس میلانی که من دوبار بهش گفتم بیا مصاحبه کن، نمیاد، چون میدونه من میخوام ازش چی بپرسم. آقا چطور شد یه دفعه شما تو این شور و هیجان شما هم مثل آقای مسعود رجبی از زندان سابق آزاد شدید، قهوه براتون آوردن، نمیدونم فلان. میره میشینه با آقای مهری میریه با اون صحبت میکنه. زانو زدن وزیر و به خاک افتادن وی در برابر شاه، بوسیدن پای شاه بعد از جشنهای 2500 ساله در دربار به اوج رسیده بود. عبدالعظیم ولیان، این ولیان یادتون مثل ساچمه تو دهنش بود اینجوری حرف میزن، ولیان استاندار خراسان و نایب التولیه، هرگاه به حضور شاه میرسید روی زمین میافتاد و پای شاه را میبوسید. بعد از انتصاب اردشیر زاهدی به وزارت امور خارجه همه معاونین و سفرا را مجبور کرده بود تا هنگام شرفیابی در مقابل شاه زانو بزنند. کی؟ این اردشیر زاهدی که یک آدم پا انداز، به زبان خودمون یه جاکش بیشتر نیست، کسی که الیزابت تیلور از اینجا نمیدونن سوار کنه ببره برای شاه، کسی که دخترها رو ببره و هی به خاطر اینا هی رتبه و مقام اینها. میگه بعد از انتصاب ارتشی شادی به وزارت امور خارجه همه معاونین و سفرا را مجبور کرده بود تا هنگام شرفیابی در مقابل شاه زانو بزنند. وقتی میگن شرفیابی یعنی شما تا قبل شرف نداری، میری این آقا رو، آقای بی سواد عقب افتاده رو میبینی، اون موقع شرف داری. خاک بر سر ما. یکی نوشته بود تنها ناجی ایران رضا پهلوی، گفتم خاک بر سر 80 میلیون که ناجیش این عقب افتاده باشه که یه شرکت کوچولو رو تو آمریکا نمیتونه بگردونه. زانو زدن وزیر رو به خاک افتادن وی در برابر شاه موجب اعتراض یک خبرنگار فرانسوی به علم شد. علم اعتراض خبرنگار را به اطلاع شاه رساند و شاه پاسخ داد حق بود به او میگفتی که اردشیر رعایت سنت‌های ملی مملکت را میکند. ببینید دوستان، این شاه سوئد رفت، سوئیس رفتتون ها، نمیگه که اون خبرنگار درست میگه، ما داریم کار احمقانه ای انجام میدیم، میگه بهش بگو این رسم مملکت ماست. سفرا موظف بودند در گزارشانشان به شاه جمله پای مبارک را میبوسن بنویسند. پرویز راجی از اینکه امیر خسرو و افشار آخرین وزیر امور خارجه ایران دوران شاه به جای کلمه پای مبارک را میبوسم نوشته بود دست مبارک را میبوسم اظهار شگفتی میکند. هرمز غریبی که از مدیکلهای وزارت دربار در نامه مینوشت مراتب پرستش چاکرانه را به خاک پاک مبارک بندگان اعلی حضرت همایون شاهنشاه تقدیم می کنم. پای مبارک اولیا حضرت ملکه و والا حضرت شاهدخت شهناز را با کمال احترام می بوسم. حالا پای این خانم ها را بوسیدن اون دیگه خیلی سکسی میشه. تازه باید شاه یک کاری می کرد که خیلی شما دیگه از پا بالاتر نری. ولی دوستان اگه یکم دیگه شاه مونده بود، یعنی بعد از دست بوسی به پا بوسی رسیده بود، میدونید که توی آمریکا اینجا کسایی که خیلی چیزن بهش میگن دماغش قهوه‌ایه. دماغش قهوه‌ایه، ببخشیدا، این همون یعنی کون لیسیدن. به زبان کلانتری چی بگیم؟ لابد یه مدت دیگه باید نامه مینوشتیم برای اعلیحضرت همایون آریهزمر، کون شما را بوسیدم. ای خاک بر سر من و توی ایرانی. اون آقای چیز کی بود، آقای راشد گفت پس زنده با قدرت افیونی، ای خاک بر سرت ایرانی. همین کارا رو کردیم دیگه. ببینم این دوستمون چی نوشته. حالتان خوبه آقای رزجو؟ یک دفعه حرفتان را لطفا تمام کنید و هرچه میخواهید بنویسید. آقا حجبر جانا، سخن از زبان ما میگویی، در جهل مرکب تا ابد و ده بماند. مرسی. این فری کارگردان به اصطلاح صحنه است، کمک من میکنه وقتی یه چیزی یادم میره مینویسه اینا. ولی از راجبه تیکه تیکه نوشتن مقلد، باریکلا. ببین اونجا هم گفتم که اون کیه، یکیش میشه مرجع تقلید، یکیش میشه مقلد. و
درباره نوشتن. دوستان من ازتون خواهش میکنم یه برنامه‌ای که میبینید مگه شرایط اینجوری باشه اینا رو بنویسید. اگه یادتون باشه برنامه آقای انصاری وقتی داشت حرف میزد من هی مینویسم هی ردیف بندی میکنم، مثلا شهریار شفیع خوب بود، شهرام بد بود، سیروس الهی کی بود، همون بود، دکتر حبیر ممیز کی بود، چرا فرار در آن شرایط سخت از شاه جدا زندگی میکرد، آیا این فریدون جوادی، برید بخونید، همون فریدون جوادیه، زنگ بزنید به دفتر خانم فرح پهلوی بپرسید شما که افتخار میکنید که سیده هستی، دختر پیغمبر هستی، چرا اون موقع شاه طلا بازی میکرده شما فریدون بازی میکردی. جناب سوری ما یک فامیل داریم که نصف حسین آقا چرت و پرت میگه، ما بهش میگیم دیوونه. حالا دیگه شما خودت تکلیف حسین آقا رو معلوم کن. دوستان عزیز بس، ممنونم، بیشتر از این دشمن برای خودمون پیدا نکنیم، بنزه کافی دشمن داریم. لطف کنید اگر کیفتون وسعتون اجازه میده تلویزیون مردم رو حمایت کنید، نه اینکه ما رو مجبور کنید. ما اگر رفتیم فتحمون رو عمل کنیم یا پامون رو عمل کنیم یک کسی رو بفرستیم اینجا بگیم تو رو خدا پول بدید و الا تلویزیون مردم هم بسته میشه. در صورت امیدواریم آقای شهرام همایون با سلامتی کامل برگرده. اگه اینها نباشن ما نمیخوام بگم کیو مسخره کنیم، ولی این خبرهای خوشگل رو از کجا بیاریم؟ امروز آقای سعید شمیرانی نوشته بود که 26 اردیبهشت بریزید تو خیابونا. اینو داشته باشید، بذارید. من قرار بود از آقای حسین مختار زیبایی تشکر کنم، نامش رو بخونم، حتما اجازه بدید این کار میکنم حتی اگر از دقایق اون بگذره. و بله اینجا آقای اینقدر مقاله میاد میره اون پایین که نگو و نپرس. بله بذارید من اینو بهتون نشون بدم. دوستان اگه یه آقایی میاد پول ما رو میخوره و میره و اینها، یه کسایی هم هستن اینجوری هستن که وقتی این نامه رو میفرسته و وقتی مانی اوردرش هم یک ساعت بعد به دست من میرسه اشک من در میاد. جناب آقای سربی سلام، خسته نباشی. ببین حسین آقا اینم اسمش حسینه، اول میگه خسته نباشی، چطوری، فلانی، نه که آقا قاطی کردی. حتما خاطرت هست که $65 بابت یه برنامه‌ای که کنسل شده بود من از سال گذشته بهت بدهکار بودم که متاسفانه با توجه به مشغولیت حدود 7 من در پژوهش‌های 2 فوق دکترای علوم قضایی و علوم سیاسی همزمان با معالجات پزشکیم غالبا از تخت بیمارستان، عدم فرصت و بعضا عدم موافقت پزشکان از خروج من از مجتمعات پزشکی قادر به رفتن به دفتر پستی نبودم. بالاخره پس از اتمام پژوهش‌هایم و کسب مدارج فوق دکترای علوم سیاسی و علوم قضایی و سبکتر شدن مقطعی معالجات پزشکیم فرصتی دست داد تا پس از سالها که اکثرا در بیمارستان می‌گذرانم به منزل برگشته و با کمک دوستان به دفتر پست رفته و پستخونه و یک مانی اوردر واسط ارسال کنم که امید دارم به زودی دریافت کنی. البته در صورت میسر نبودن عمر کافی در این جهان فانی دوستان طبق وصیت من مانی اوردر رو واسط ارسال میکردن. ارسال مانی اوردر در روز شنبه اول آوریل 2017 انجام شد. لطفاً از اینکه ارسال اون مانی اوردر در $65 حدود 1 دیر شد حق خودت رو حلال کن. 65 به ما بدهکار بوده که یه برنامه رو کنسل کرده بوده، توی وصیت نامش نوشته. اون وقت ما یه شاهی داشتیم به دنیا میگو ما به شما میگیم چجوری حکومت کنی، نه وصیت نامه سیاسی داشته نه وصیت نامه شخصی داشته. بعد زنش یه نفر گفت که این ملکه مردمی، آقای جاوید شهافه. بعد دوستمون گفت بابا این خانم فرح واقعا مردمی بود، حکومت رو از شاه گرفت داد دست مردم، مردم هم که بلد نیستن حکومت کنن دادن دست آخوندا، آخوندا هم حالا گرفتن دیگه ول نمی کنن. روزگار غریبی است نازنین. خب دیگه اینجا چی نشته بودم؟ آها، راجع به تظاهرات و راهپیمایی و اینها بذارید من یکی دوتا عکس بهتون نشون بدم، فقط برای اینکه بفهمید چقدر کارمون خرابه. رضا پهلوی LOL.
نگاه کنید دوستان، این همون پای شاه رو میبوسن، نمیدونم کون خانوادش رو ماچ میکنن، یعنی این شورای راهبردی مشروطیت که اگر کسی یک کلمه از مشروطیت بدونه امروز نباید دیگه اسم خانواده پهلوی رو بیاره، چون این دوتا پادشاه بودن که به مشروطیت لگد زدن و خیانت کردن. اوکی، حالا ما میگیم اینا میدونن. شورای راهبردی مشروطیت میگه همایش اعتراضی یک پارچه دوشنبه 11 اردیبهشت. شما میتونید به من بگی این پایین عکس تولد خانم شادخ نور پهلوی چی کار میکنه توی شورای راهبردی که داره میخواد آخوندار رو نمیدونم برداره، میخواد تظاهرات را بندازه؟ بعد آقای سعید شمرانی هم میاد میگه چی؟ میگه 26 هم. حالا شما تصمیم گرفتید به حرف آقای سعید شمرانی برید آخوندار رو بزنید بالای چوب، یا به حرف این شورای راهبردی مشروطیت ایران؟ بذارید دوستان به این شورای راهبردی مشروطیت ایران یه زنگی بزنیم ببینیم اینا کیان، اصلا چی میگن. یه لحظه اجازه بدید، چون شماره تلفنشو نوشته، اینم یه تبلیغ مجانی. اگر شما تا امروز کسی رو پیدا نکردید، جایی رو پیدا نکردید که بتونه از شجاعت شما استفاده کنه و آخونده رو از بین ببره، الان بهترین موقع است که به اینها زنگ بزنید. و تلفن ما هم متاسفانه اینجا می‌نویسه که این قسمتش کار نمی‌کنه. بذارید ببینیم. اینستال، اوکی، ترای ناو. ببینیم چرا اینجوری شده. گفت چطور شد که ایتور شد این؟ خودتون برین زنگ بزنید، اصلا ارزش زنگ زدن هم نداره. کسی که اینجوری می‌نویسه، کسی که دفترش اینجوریه، کسی که معلوم نیست اینا حزبن جنبشن چند نفر، حیف وقت من و شما. من از شما عذر می‌خوام که اصلا هم چیزی گفتم. دوستان عزیز، چهارشنبه است، جمعه با شما خواهیم بود. خبر خوش این که آقای دکتر کاظم افشارها با ما هستن از ساعت 3 بعد از ظهر تا 4، و کانون آوا هم 12 ظهر تا 2 بعد از ظهر. اینم از این. و یک برنامه هست به نام پرزیدنت شو از 27 آپریل در کامیدی سنترال پخش میشه. اگر کیبلتون اون کامیدی سنترال نداره و نمیخواید ما 15 دلار 10 دلار هر چی خرج کنید، ما با یکم تأخیر ضبط میکنیم اینجا به شما نشون میدیم. به نظرم میاد باید جالب باشه. یک کسی هست ادای دونالد ترامپ رو در میاره. شما وقتی میخوای ادای یک آدم احمق رو در بیاری، لازم نیست که نابغه باشی. همون چیزایی رو که اون احمق میگه برای مردم تکرار کنی، مردم میفهمن که واقعا میشه همچین چیزی گفته باشه، و میبینید بله، و موجب خندتون میشه. از اینکه با ما بودی ممنون و متشکرم. مواظب خودتون و سلامتیتون باشید. روز روزگار بر شما خوش.